درود بر همه دوستان، امیدوارم در کمال سلامت باشید و ساعات خوبی رو هم تا این لحظه از روز سپری کرده باشید. با یکی دیگه از برنامه‌های زنده اینستاگرامی ایران پایدار در خدمتون هستیم و به یاد سایه گفتگویی داریم با آقای دکتر داروش محمدپور، یکی از دوستان امیر هوشنگ ابتهاج، و امیدوارم که از طریق این گفتگو بتونیم شناختمون رو نسبت به این شاعر بزرگ ایران معاصر عمیق‌تر بکنیم. من از دوستان اجازه میخوام که آقای دکتر محمدپور رو به جمع خودمون اضافه بکنم و بعد برنامه رو به صورت رسمی شروع بکنیم. درود بر آقای دکتر محمدپور گرامی. سلام علیکم، احوال شما خوب هستید؟ خیلی ممنونم، زنده باشید. متشکرم. صدا و تصویر من رو خوب دارید آقای دکتر؟ بله، من هم صدای شما رو دارم هم تصویر شما رو. شما بفرمایید صدا و تصویر من خوب دارید؟ بله، بسیار عالی. صدا و تصویر شما بسیار عالی. اگر اجازه میدید که برنامه رو به صورت رسمی شروع کنیم آقای دکتر. بله، در خدمتتونم. بفرمایید. خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم. بر سنگ گوری تازه نامی هست، دارنده این نام را هرگز ندیدم من. اینجا میان سوگواران آشنایانند و پیشانند و مردمانی هم که چون من دارنده این نام را هرگز ندیدند و نمیدانند. اما هر کس که اینجا هست با خشم و فریادی گره در مشت میداند که او را کشت. برگرد گور تازه جمع سوگواران است. دیگر کسی اینجا نمی پرسد این خفته در خاک از کدام و از کدامان است. می دانند او فرزند ایران است. درود بر همه دوستان و امیدوارم در کمال سلامت باشید. ایران دیروز یکی از بزرگان و ستونهای شعر و ادب خود رو در حقیقت دوران معاصر از دست داد و مردی که میشه گفت شعر و ادبیات معاصر ایران به شدت وامدار او هست. مردی که اگرچه شاید بشه در عرصه سیاست مواضع اون رو در برهه‌هایی از زندگی نقد کرد، اما بیگمان نقد شعر او کاریست سترک که از عهده بزرگان شعر و ادب این سرزمین ممکن ساخته باشه و ممکنه در حقیقت تنها اونها امکان ورود به این عرصه رو داشته باشن. برای ما در مجموعه ایران پایدار غم از دست دادن سایه دو چندان بود، چون از یک طرف غم از دست دادن این بزرگ مرد شعر و ادب ایران معاصر بود و از طرف دیگه ما فرصت ثبت و ضبط روایت او از ایران را از زبان خودش از دست دادیم. مردی که روایت او از ایران بیگمان شنیدنی بود، اما به نظر میرسه که در حقیقت با از دست دادن سایه چاره ای نیست و فرصتی و مجالی برای ثبت و ضبط روایت او نیست جز از طریق پرداختن به آثار خود سایه، آثاری که در مورد او نوشته شده، و البته گفتگو با دوستان و یارانی که سالها در کنار سایه بودن، با زوایای پنهان اندیشه او آشنا هستند و میتونن به ما در شناخت هرچه بهتر و عمیق‌تر این بزرگ مرد عرصه شعر و ادب ایران کمک کنه. یکی از افرادی که به نظر میرسه در حقیقت میتونه به ما در شناخت عمیق‌تری از هوشنگ ابتهاج کمک بکنه آقای داریوش محمدپور هستن. من وقتی که از ایشون خواستم شرح کوتاهی رو در مورد رابطه خودشون و سایه برای من بفرستن، ایشون اینگونه نوشتن: من سایه را از سال 2001 میشناسم. اولین بار تلفنی با هم حرف زدیم. سال 2003 به خانه اش رفتم در آلمان و بعد رسمی‌تر پرویز مشکاتیان ما را از نزدیک به هم معرفی کرد. از آن پس هم صحبت و هم کلام دائمی او بودم. بی‌وقفه. بله، مثل بسیاری آدم‌های دیگر. به قول خودش من دوست جوان او بودم. همین. درود آقای دکتر محمدپور عزیز، دوست جوان سایه. اگر صحبت ابتدایی و مقدماتی با بینندگان برنامه هست، سایه دکتر، ما در خدمتون هستیم.
تا بعد از اون بپردازیم به سایه فرزند ایران و روایت سایه از ایران. بفرمایید دکتر. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از دعوتی که کردید. من در ابتدا تنها نکته‌ای که فکر می‌کنم لازم است یادآوری کنم این است که عبارتی رو از زبان خود سایه نقل کنم که مربوط به 3-4 هفته پیش است و این جمله است که جمله تازه‌ای نیست. در واقع این مضمون رو در شعری که خطاب به مرتضی کیوان سروده بود بعد از وفات پوری سلطانی، سایه اینو تکرار کرده بود و اون این است که سایه نمی‌میرد، سایه در دل مردم ایران زنده است و این تصور که سایه مرده است خیالی پیش نیست، به خاطر اینکه سایه مثل بقیه ستون‌ها و ارکان زبان و ادب فارسی که حامل این روحیه انسانگرا و انسان محور و دردمندی است که ملت ایرانی رو به هم پیوند داده است، در سخن و کلامی زنده است که سخن ضمیر میلیون ها ایرانی بوده است. و این همان است که دکتر شفیعی کتکنی در مقدمه‌ای که در اون گزیده آینه در آینه بر بعضی از غزل های سایه نوشته است گفته است و جای دیگر هم به کرات ایشون این رو تکرار کرده است که سایه میزانی برای موفقیت دارد و میزان موفقیت و در واقع کامیابی سایه این است که الان شما به جرأت میتوانید بگویید که ابیات یا مصرع‌هایی از سایه هستند که ورد ضمیر خیلی از ایرانیان هستند، یعنی تبدیل شده به ضرب المثل و این پیوند خوردن شعر سایه به خاطره و ضمیر مردم ایران حکایت از این زندگی مستمری دارد که با بیرون رفتن جان هستن یا روان هستن سایه تمام نمی شود و به این معنا سایه زنده است. و هرچند که من می دونم که دیگه اگه هر بار که بخوام برم به آلمان دیگه رفیقم اونجا نیست، دوستم اونجا نیست که برم به دیدنش و پای رفتن به اون سرزمین رو ندارم، ولی این رو می دانم که سایه در به قول خود سایه ما مژده آزادی و رهایی انسان هستیم و در دل مردم زنده هستیم و هرگز نمی‌میریم. سپاسگزارم آقای دکتر. اگر دوستان اجازه بدن ما برای اینکه توجه بیشتری به صحبت‌های دکتر داشته باشیم، من بخش کامنت‌ها رو می‌بندم، اما در بخش انتهایی برنامه هم بخش کامنت‌ها و هم بخش پرسش ها رو بخش کامنت ها رو باز میکنم. اگر دوستان در این فاصله پرسشی داشتن لطفا در بخش پرسش ها طرح بکنن و من اون بخش رو مرتبا تکرار میکنم و اگر پرسشی بود حتما از خدمات های دکتر محمدپور خواهم پرسید. آقای دکتر اگر موافق باشید از اینجا شروع بکنیم که چطور با سایه آشنا شدید، چطور این رابطه عمیق شد و از اون نقطه ابتدایی و شروع آشناییتون با سایه برای ما بگید. ببینید این سوال جالبی است، ولی واقعا یه بخش از این سوال انقدر خصوصی و انقدر شخصی است که اگر من بیام بگم چنین و چنان شد که با سایه آشنا شدم، سایه به من این توجه رو داشت، سایه اینجاست من تعریف کرد، واقعا یه بوی تعفن خودخواهی ازش به مشام میرسه. سایه همونجوری که با من ارتباط داشت با خیلی های دیگه ارتباط، در خونه سایه برای خیلی ها گشوده بود و من به جرئت میتونم بگم الان بسیار کسان هستن که میتونن عکسشون رو با سایه بذارن، روایت کنه آقا من با سایه دست دادم، حرف زدم، سایه با من شوخی کرد، سایه با من مطلق گفت، سایه با من عبوسی کرد، چنین کرد و چنان کرد، به خاطر اینکه سایه این خصلت رو داشت که واقعا گشوده بود برای همه. در خونش برو چه در ایران چه در آلمان برای همه باز بود و هیچ وقت به کسی نه نمیگفت. ولی اینها دلیل نمیشه برای این که من نگم که سایه برای من هم رفیق بود، هم پدر بود، هم برادر بود، هم پدر بزرگ بود، هم محرم راز بود. و این از کجا آدم میشه بفهمه؟ از جایی که خصوصی ترین مسئله های زندگیش رو انسان میتونه با یک کسی در میون بگذاره. و در این بیش از 24-5 سالی که یا 30 سالی که من با سایه معاشرت داشتم، چه از نزدیک چه از طریق شعرش و خواندن آثارش،
همیشه این وضعیت رو داشتم که با سایه هر جایی که به یه مشکلی برمیخوردم سایه اولین نقطه ارجاع من بود که فلان اتفاق افتاده یا اون پی میگرفت که چی شد قراری ازت نیست، چرا پیدات نیست، چرا غیبت زده، چرا بلایی سرت آمده و بی‌تعارف حرف میزدیم. یعنی مهمترین چیزی که سایه برای من داشت این بود که به هیچ عنوان آدمی نبود که بیاد به من دارش بگه آقا تو چقدر پسر خوبی هستی، چقدر خوب فکر میکنی. آنچه که من از سایه بیاد دارم اینه که بی‌تعارف آینه‌ای بود در برابر عیوب من. یعنی یه وقتایی من در باره مسئله اجتماعی، فرهنگی، سیاسی یا ادبیاتی حرف می‌زدم و اولین چیزی که به من میگفت گفتش که ببین این ناشی از اینه که تو فکر می‌کنی محور عالمی. این توهم باطل رو موقع بذاریم کنار که ما بهتر از بقیه می‌فهمیم. جز ما کسی نیست. هر وقت به یه جایی رسیدی که فهمیدی که آقا جان تو نیستی در این میانه، اون موقع تازه رشد می‌کنی. و این متأسفانه آفتی است که امروز در میان ما ایرانیان خیلی رایجه که مردم خیلی دوست دارن تعارف بشنون. این بارها به من گفته سایه، میگفتش که شما نگاه کن من مثلا یه آدمی هم خیلی قدم بلند نیست، ولی شما اگه اومدی من گفتی آهای سایه شما چقدر انسان رشید رعنا و بلند قامتی هستی، خب آقا من خوشم میاد. آدمی همیشه با همین تعبیر به کار میبره، آدمی زاد زود خراب میشه، خیلی زود فریب میخوره. ما بسیار باید مراقب باشیم که وقتی ازمون تعریف میکنن باورمون نشه که آقا دارن این تعریفا رو از ما میکنن، نه به خاطر اینکه درست میگن یا راست میگن یا دروغ میگن، راست میگن یا دروغ میگن، به خاطر اینکه ما استعداد این رو داریم که با کمترین تعریفی که از ما میکنن فراموش کنیم که ما انسانیم، فراموش کنیم که ما خطاکاریم، فراموش کنیم که ما یه موجود ضعیف عاجز بدبخت بیچاره ای هستیم که در با استیصال تمام در این عالم زندگی میکنه. و بارها اینو برای من تعریف کرد سایه، که تعریف کرده بود قبلا زمانی که بالاخره میتونست سرپا بیسته، که داریش من از جوانی که کارهایی که میکردم اینی که میرفتم جلوی آینه وای میستادم برای خودم شکلک در میآوردم، خودم رو دست مینداختم، خودم رو مسخره میکردم، نگاه کن گوشش رو نگاه کن، چشش رو نگاه کن، دهنش رو نگاه کن. و با علم این کار رو میکردم به خاطر که میدونستم که من در یه جایی واقعا که دو تا رفیقم که من تعریف کنم بگن آقای سایه چنین، آقای سایه چنان، من واقعا این استعداد دارم خودم رو گم کنم و خیلی خطرناکه. و به همین دلیل این نقل قول ها رو از این جهت از شما برای شما آوردم که من واقعا هیچ چیزی نیستم جز دوست جوان سایه و هر چی که بوده گذشته اصلا احتیاج به داوری نداره. قرار نیست که کسی بیاد بگه که آقا شما راست میگید یا آقا دروغ میگید. من یه دریافتی از سایه دارم، اینو جایی نوشتم و اینجا هم شفاهن میگم، این رو مال 25 سال 30 سال پیش، بیشتر از 30 سال پیش، مال دهه 70 شمسی است، مثلا شاید سال 72 شاید سال 73 شمسی است. من در مشهد دانشجوی ریاضی بودم و همینجوری از دانشکده آمده بودم بیرون از تو خیابون اسرارگونی و در مشهد پشت دانشکده ادبیات فعلی دانشگاه فردوسی قدم زنان داشتم خیابون دانشگاه رو طی می‌کردم، رفتم وارد کتاب فروشی به اسم کتاب فروشی خرامانی در اون زمان، یا خرامانی هر چون که می‌خوننش، و از بین قفسه‌های کتاب دستم ناخودآگاه رفتم سمت یک کتابی سیامش به 4 سیامش به 3 از اون چاپ‌های قدیمی سیامش بود. واقعا کتاب رو باز کردم، اون غزلی که آمد این غزل بود که بگذر شوی به خلوت این همنشین درد تا شرح آن دهم که غمت با دلم چه کرد. و همجوری که داشتم میخوندمش رسیدم به این بیت که خون میرود نهفته از این زخم اندرون، ماندم خموش و آه که فریاد داشتن. خب من جوان بودم، جوان احساساتی عاطفی عاشق پیشه بودم، ولی این بیت رو که خوندم اصلا ناگهان خم شدم، اصلا تا خوردم وسط کتاب فروشی، همچنین ناگزیر این اشک‌ها سرازیر شده از دیدگان من. اون زمان اصلا اسم سایه رو هم نشیده بودی دکتر؟ نه خیر، اصلا نمی‌رسم. اصلا یکی از چیزای اینو بارها من نوشتم دیگه، موقعی که شجریان اون کنسرت دشتی رو اجرا کرده بود که من بعدها من شنیدم این چیز رو که غزل سایه رو خونده بود، اون موقع من با موسیقی هم آشنا نبودم اصلا. ببینید یه جوونی که تا 18 سالگی اصلا این اسم این چیزا به گوشش نخورده بود اصلا، تو عالم خودم بودم.
و چرا نلب گشایدم از گل نه دل کشد به نوید چه بین شاد بهاری که بی رخ تو رسید، که این شجریان با اون صدای جادویی در دو مورد مختلف خونده، یکی کنسرتی که با گروه پایور اجرا کرده، یکی اینی که با گروه شیدا در بیات ترکی میخونده. من تا مدت ها تا چند سال حتی با دوستانی از من که دانشوی ادبیات بودن در به در دنبال نسخه های مختلف دیوان حافظ میگشتم که میگم آقا این کجاست؟ مثل اون یادآور اون غزل حافظ دیگه که وظیفه گر برسد مصرفش کل اسم نبید، رسید مژده که آمد بهار و سبز دمید. خب حیف میکردم چرا حافظ دیگه؟ و طول کشید تا بفهمم این غزل غزل سایه است واقعا، که به این طرز حیرت آوری رفته تو پوست حافظ، ولی در این حال یه سخن نوعی داره که اگر کسی شعر سایه رو نشناسد فکر میکنند یه شاعری اومده از دست حافظ رو نویسی کرده، کپی کرده، ایده اونو گرفته. ولی چیزایی در این غزل هست که به وضوح نشون میده که یه کسی توی عالم دیگری، از یه شناخت دیگری از جهان داره این روایت رو در شعرش میاره. اینا از این جهت عرض کردم به شما که وقتی من میگم من سایه رو میشناسم، بارها شده با هم حرف میزدیم، هر بار من به سایه گفتم که ببین شاهد سرمدی تویی، این دل سال خورد من عشق هزار ساله را بر تو گواه میکند. این آشنایی جسمی که نیست، که این نیست که من و شما یا خودمون هم دیگر رو ببینیم، یا مثلا پرویز مشکاتیان یا شفیع کدکنی ما رو به هم معرفی کنه، یا یک کسی بره از طرق اعضای خانوادش بگه آقا ما رو ببر پیش پدرتون شما رو ببینیم. اصلا رابطه این از این جنس رابطه ها نیست دیگه. رابطه ایه که بدون این واسطه جسمانی، بدون این اتصال فیزیکی، بدون این اسباب وجود داره. این همون سخنی است که در حدیث منسوب به پیامبر است که میگوید که ان الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف، که ظاهرا ایده خیلی ایده افلاطونی است دیگه، برگرفته از اون ایده مهمانی افلاطونی که این آدم‌ها در یه جهان دیگری جانهاشون با هم آشنا بوده، به دنیا که میان اینا بیگانه میشن با هم، بعد یه وقتا اینا موقعی که با هم برخورد میکنن این تعارف ارواح انتخاب اتفاق میفته. یعنی شما به یکی برخورد میکنید میگه این چقدر آشناست، یه جای دیگری در یه عالم دیگه من رو دیدم. خلاصه این آشنایی، این جاذبه جان، جاذبه این تماهنگی ها و اسباب و واسطه های نمیدونم دنیوی نیست که دوتا آدم رو به هم پیوند میده. این رو از این جهت گفتم که دقت داشته باشید که این اغراق ها رو ازش پرهیز کنیم و در این حال بفهمیم که رابطه‌ای که انسان‌ها با شعر دارند، با حالا این شعر شامل شعر سایه میشه، شامل شعر حافظ میشه، شامل شعر مولوی میشه، رابطه ای است که از ورای یا از درون یا از طریق کلمه است. این همون کلمه ای است که در قرآن بهش اشاره میکنه که این کلمه ای است که ایسویدم است، این نفس عیسی‌ست که آدمی رو زنده میکنه و آدمی تشخیص میده این رو، با این کلمه آدمی حیات پیدا میکنه. سپاسگزارم آقای دکتر. همونطور که فکر میکنم کسانی که در حقیقت از همراهان قدیمی مجموعه ایران پایدار هستن، ما در بخشی از مجموعه ایران پایدار به دنبال ثبت و ضبط روایت بزرگان اندیشه و ادب این سرزمین از ایران حول چهار پرسش بنیادین هستیم. دوست داریم بدونیم که اونها وقتی که از ایران سخن میگن مراد و منظورشون چیه و چه ویژگی هایی رو در ذهن برای ایران دارن. وضعیت ایران رو اگر در گذشته میزیستن در زمان خودشون چگونه میدیدن و اگر در زمان ما زندگی میکنند وضعیت ایران امروز رو چگونه میبینند، این وضعیت رو تبیینشون از این وضعیت چیه و فکر میکنن چرا ایران در جایگاهی قرار گرفته که شاید چندان مناسب تاریخ و منابع اون نیست و احیانا راهبردها و راهکارهایی که برای برون رفت از این وضعیت پیشنهاد میکنن چه راهکارهایی. آقای دکتر اگر موافق باشید بریم سراغ پرسش اول و برای ما از این بگید که ایران با چه ویژگی ها و خصوصیاتی در ذهن سایه وجود داشت. این از این نظر مهمه که به واسطه گرایش سیاسی خاصی که سایه در برخی از سالهای زندگی خودش داشت تصور میکنم، البته این برداشت من، شما میتونید دقیق تر کنید اون رو یا تکمیلش کنید یا نقدش کنید و کلن ردش کنید، تصور در حقیقت با این لیبل که سایه اصولا در گرایش خیلی تندش میگفتن که در حقیقت سایه ایران ستیزه و با ایران میانه خوبی نداشته به واسطه اون گرایش سیاسی، اما
اشعار سایه رو که میخونی اصولا این برداشت به راحتی قابل نقض و رده. حالا اگر ممکنه برای ما از این سخن بگید که وقتی که سایه از ایران سخن میگفت یا به ایران میاندیشید چه ویژگی هایی در ذهنش وجود داشت و ایران سایه چه معنایی داشت؟ ببینید من بلافاصله و فوری این یه پاسخ خیلی سریع و روشن داره، این اتهام، این اتهامی که واقعا هم دور از انصافه هم چیزی کمتر از بهتان به افترا نیست. چطور می شود کسی تمام عمرش با این استوانه های فرهنگی ایرانی، زبان ایرانی، فرهنگ ایرانی زندگی بکنه، همزیستی بکنه و آینه تمام نمای اینها باشه و ایران ستیز باشد، الا اینی که شما ایران رو به شکلی تعریف کنید، یه ایرانی تو ذهنتون بفهمید که بر اساس تعلقات یا تعریف های ایدئولوژیک خاصی باشه که در اون چارچوب یه عده آدم درش نگنجن. اونجاست که شما میتونی بگی سایه بیگانه است، فلانی نمیدونم راست بیگانه است، بهمان چپ بیگانه است، نمیدونم چون شما لیبرالی بیگانه ای، چون شما ملی مذهبی بیگانه ای. این ایران ستیزی برچسبی است که یه عده با تعلقات سیاسی میزنن. این نکته اول. نکته دوم اینه که فراموش نکنیم سایه هم انسان بوده، سایه که قدیس که نبوده، که سایه هم خیلی راحت ممکنه بقیه آدم‌ها اشتباه کرده باشه و کرده، اینو بارها هم گفته، گویا من فلان جا اشتباه کردم. پیامبر که نیست که. در نتیجه اگر سایه جایی در زندگی سیاسیش راه خطا رفته، خب راه خطا رفته. متعلق ما در مقام این نیستیم که بگیم کجا تصمیمش درست بوده کجا غلط بوده. برای شما یه خاطره رو تعریف کنم که توی این خاطره مربوط به سال 88 میشه. زمانی که سال 88 اتفاق افتاد، ماجرای انتخابات اتفاق افتاد، دقیقا مثلا موقعی که نتایج انتخابات اعلام شد و بالاخره یه عده شروع کرده بودن مردم رو در خیابون‌ها می‌زدند و غوغا پیش اومد، طبعا خیلی آشفته بودم، به هم ریخته بودم، تلفن رو برداشتم، بعد گفتم می‌بینید چه اتفاق داره می‌افته؟ می‌بینید چیکار می‌کنه؟ گفت بله می‌بینم. گفتم خب چیکار باید کرد؟ اولین جوابی که داده شد خیلی خیلی ساده بود، گفت داریوش امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. اینا تموم میشه میره. اون چیزی که شما نادیده میگیرید این است که ایران میماند. این مهمترین اعتقاد سایه بود و این رو نگرانی داشته، در سالهای اخیرم نگرانش بود، حالا به تفصیل بیشتر توضیح میدم که ایران رو شما نمیتونید به این سادگی پاک کنید از صحنه تاریخ. این ایران قرنها هزاران سال مونده و اون چیزی که باعث بقا و دوام این ایران شده اون چیزی است که در شریان زبان این ملت ایرانی جاری است. اون چیزی که از دل شما حافظ در آوردی، خیام در آوردی، سعدی در آوردی، مولوی در آوردی، عطار آوردی بیرون، اون چیزی که شما نظامی گنجوی ازش آوردی بیرون، اصلا شما نمیتونی اینو دفنش کنی، نمیتونی نابودش کنی، نمیتونی از بینش ببری. اینو ما در تاریخ داریم. این یکی از مثالهایی که همیشه سایه زده است، شاید جایی هم ثبت کرده باشه، به گمانم شاید در این پیر پرمیانندیش هم در گفتگوهایی که با آقای عظیمی کرده این رو آورده است. ولی خب اینقدر این داستان رو با عین این عبارات، با عین این کلمات سایه برای من تکرار کرده که هر جایی ببینم تشخیص دادم همون حرفی که سایه گفته. دیگه ببین چه موقعی که مغول حمله کرد به ایران، خب اینا اومدن ریشه تمام فرهنگ از این کشور کندن. اصلا شما تو نگاه کن چند قرن طول میکشه دیگه که مغول همینجوری هجوم میاره و دونه دونه شهرها رو میسوزونه، از بین میبره تمام نهادهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی رو نابود میکنه، دانشگاه ها رو از بین میبره، نظامیه رو نابود میکنه، عطار رو میکشن. میگه این مغول اومد این بلا رو سر مردم ما آورد و این داستان مشهور رو آورده دیگه. میگن میگویند که شیخ عطار یه مغولی گرفتش، بعد یه جایی زیر یه درختی نگهش داشت، گفت ببین همینجا وایستا تا من برم یه چاقو بیارم سرتو ببرم. بعد عطار وایستاد همونجا، از جاش تکون نخورد، رفت طرف اومد چاقو رو سرش برید. بعد من خودم فکر کردم که این چرا این کارو کرد، خب در میرفتی. بعد تا به این فکر نکرده بودم که آقا این داره میگه که این یارو که رفته حالا بره چاقوشو بیاره، این امکان وجود داره بره برنگرده، بره گم شه، بره چاقو پیدا نکنه، ممکنه زنده بمونه. ولی الان اگه دو قدم برم اون برتر یکی دیگه از شاقو دستش قطعا منو میکشه. و این استیصال آدمی است که یک کسی مثل عطار این بلا سرش اومده. یا حتی در مورد حافظ هم اینو داریم، این پیش میاد، حالا میخونم ببینید برای شما.
و میگه این مغول ها رو این ملت ایران یه کاری کردن که آروم آروم اینا رو کردن مسلمون، مسلمون شدن دیگه چند قرن دست بعد. بعد میگه فقط اینا رو مسلمون نکردن، اینا رو اومدن شیعه کردن اصلا. آقا در اینجا هم متوقف نشدن، اومدن از اینا صوفی ساختن. یعنی این فرهنگ ایران چنان در تار و پود اینها دوید که اصلا از درون اینها رو مزمحل کرد. یه قوم وحشی خونخاری اومدن وارد این سرزمین ایران شدن آرام آرام. البته این یه شبه اتفاق نیفتاده، در 20 سال 30 سال 30 سال 40 سال اتفاق نیفتاده، چند نسل طول کشیده تا اینها رو آدم کرده این فرهنگ ایرانی. کار به اینجا رسید که اینا شدن صوفی، اینا شدن انسانگرا، اینا یواش یواش همه چیزشون ازشون گرفته شد. به قول خود سایه در اون غزلی که داره که میگه که آن آب زیر کاه نگه کن که ناگهان پتکی نخورده پیکر خارا غبار شد. این پیکر خارا رو غبار کرد این زبان این فرهنگ. من میگه اینا نشانه است به خاطر اینکه فرهنگ میمانه. و این از جای دیگه هم برای شما میگم که بعد از این که مغول این کارا رو با مردم ما کرده، یهو شما میبینی یک کسی مثل حافظ ققنوسوار از دل این خاکستر سر برمی آورد و با اون شعرش و با اون تفکری که داره و با اون نحوه بیانی که حافظ داره که در واقع محافظ ضمیر و خاطره جمعی ایرانیان رو همه جا احضار میکند، همچنان برای ما زنده است. حالا فقط حافظ نیست دیگه، شما سعدی رو تو قرن قبلی داری، بعد حافظ رو دارید، همینجوری افراد مختلف پیش اضافه میکنن میشن. از من اینه که اون چیزی که سایه در ایران میدید این ایران فرهنگی کلانیست که این عناصر و مقومات مهمش همچنان در روح ملت ما باقی است. و همیشه این رو به من سایه میگفت که شما جوانا صبر ندارید، عجله میکنید. این جمع تکی کلام همیشگی سایه بود که بیش مانی بیش بیمانی. من تمام دوستان رفتن، تمام رفقام رفتن، اینقدر این زمانه رو دیدم، اینقدر گردش زمانه رو دیدم، آدمایی که قدرت داشتن به قدرت شدن، آدمایی که قدرت نداشتن به قدرت رسیدن. و این گردش روزگار رو به تعبیر دینی این تداول ایام رو دیدم من. شما فکر میکنید همه اتفاقا باید یه شبه بیفته؟ نه خیر، انقلابا اتفاق میفتن که این گردش های روزگار اتفاق میفته. هیچ حکومتی سر جاش تا ابد نمیمونه، حکومت ها میان میرن و آنچه که میماند این ایران است و این مردمی هستند که سایه همیشه میگفت که این مردم، این همون چیزی که شما در گفتار شجریان هم میدیدید. شما ببینید، برگردید نگاه کنید به زندگی شجریان دیگه، اینا همه از یه الگوی فکری واحد تبعیت میکنن. ببینید اینی که محمد رضا لطفی، اینی که پرویز مشکاتیان، اینی که هوشنگ ابتهاج، اینی که محمد رضا شجریان رو به هم پیوند میده، با اینا با یه زبان با هم حرف میزنن و اون جایی که اختلافات اینا از میان برمیخیزد، سخنشون، گفتارشون، شعرشون، موسیقیشون، آهنگشون جان و روح ایرانی رو به اهتزاز در میآورند. من دیدم که یکی نوشتن که آقا الان که سایه دیگه جسمن در دنیا نیست، این آهنگ ایرانی سرای امید یواش یواش فراموش خواهد شد. نه آقا، اینا به این سادگی فراموش نمیشه. شما فکر میکنید که مردم میان مثلا به شعر سایه نگاه میکنن، بعد فکر میکنن این شعر رو سایه به خاطر تعلقات حزبیش گفته و چون به خاطر تعلقات حزبیش گفته مردم فکر میکنن این یا طرفداری از جمهوری اسلامی یا مخالفت با سلطنت و پادشاهی است یا چنین است یا چه، پس تمام میشه میره. نه آقا، این شعر هر لحظه ای که مردم ایران احساس کنن که این سپیده بر بام سراشون دارد میدمد، در جان اینها میدمد، دوباره زنده میشه. اینو شما نمیتونید از جان مردم ایران بکشی بیرون، این همچنان زنده است. یعنی ما میدونیم که سایه غزل گفته و این غزل بعد از سقوط اتحاد شوروی بوده. شبی رسید که در آرزوی صبح امید، هزار صبح هزار عمر دیگر باید انتظار کشید. و بعد میاد اونجا که سیاه دستی آن ساقی منافق بین که زهر ریخت به جام کسان به جای نوید، که ارجاع میکرد به یلسین و اینا. و میدونیم که سایه اینو بارها گفته بود که به نظر من اتحاد شوروی از لحاظ اقتصادی و سیاسی شکست خورد، از لحاظ فکری، از لحاظ عقیدتی اون مضمونی که در اتحاد شوروی بود. حالا ما کار نداریم که ما شما میتونید نقدش کنیم، میخوای بگی آقا این حکومت ایدئولوژیک است، چنین کرده است، چنان کرده است، جنایت کرده است، استالین درش بود و الی آخر. ولی از نظر سایه اون چیزی که در این گرایش حزبی چپ سوسیالیستی کمونیستی، هر اسم شما خودتون بذارید
بود دغدغه انسان بود، غم رنج آدمی بود. هیچ فرقی نمیکنه حامل و قائل مبارزه با تبعیض، مبارزه با فقر، مبارزه با بیچارگی و بدبختی، مبارزه با خفت انسان حکومت شوروی باشه، حکومت بریتانیا باشه، حکومت آلمان باشه، حکومت چه میدونم جمهوری اسلامی باشه، هر کسی کار خوب بکنه کار خوب کرده، هر کسی غم انسان رو بخوره غم انسان رو خورده. شما نمیتونی بگی آقا من تصمیم میگیرم که فلانی باشه فلانی نباشه. آنچه که سایه رو در این فضا معنیدار میکند این است که شما یه غزلی ازش میخونی، غزلی یه جای دیگه گفته، ولی شما همچنان در موقعیت‌های مختلف غزل میتونی بخونی، بفهمی، استفاده کنی. کما اینکه با شعر حافظ میشه این کارو کرد. حافظ رفته شعر گفته برای فلان سلطان نالایقی. اینو بارها برای من سایه تو این همین علل خصوص در این سال‌های اخیر گفته که میگه دارش رو نگاه کن. شعر حافظ میگه عقاب جور گشوده است بال بر همه شهر، کمان گوش نشینی و تیغ آهی. یا میگه عدو چو تیغ کشد من سپر بیاندازم، که تیر ما به جز از ناله ای آهی نیست، جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. میگه شما فکر کنید یه آدمی با اون عظمت روح حافظ میاد التماس میکنه، میگه که بهار میگذرد دادگسترا دریاب، که رفت موسم حافظ هنوز می نچشید. بگه این استیصاله، میگه شما نگاه کنید یه آدمی مثل حافظ به چه بدبختی باید بیفته که اینجوری التماس کنه، بگه عقاب جور گشوده است بال بر همه شهر، جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست. این بدبختی ماست دیگه، این عجز انسانه، این استیصال انسانه. من اینو به وضوح یادمه، روزی که در دو مورد مشخص، روزی که قذافی رو در لیبی گرفتن و یه سربازی یه چاقویی توش کمش رو کرد، میگو دارش تو دقت کردی چه اتفاقی افتاد؟ قذافی داره التماس میکنه این آدم قدر قدرت، این آدمی که برای همه شاکشونه میکشید، این آدمی که اینقدر خودش فرعون و سلطان آدم عالم میدید و فکر میکرد هیچ که شکستش نمیده، اومده پیش این سرباز التماس میکنه که تو رو خدا ما رو نکش. و سایه اون روز گریه میکرد، نه برای قذافی ستمکار، برای قذافی انسان. میگفت ای آدم، یه انسان، تو با خودت چه کردی که باید این خفت و ذلت بیفتی؟ چرا جوری زندگی کردی که یک انسان دیگر بیاد با توی انسان دیگر چنین رفتاری کنه و چنین عظمت و شأن انسانی که سرش اصلا نباید خم بشه پایمال کنه؟ چه کردی با خودت؟ و این سخنش خطاب به تمام حاکمان سیاسی هم هست دیگه. هر پادشاهی، هر حاکمی، هر ستمکاری که اینجوری ستم میکند و در واقع لعنت ابدی پشت خودش میذاره، اولین کاری که میکنه به قول سایه میکشد در خود انسان بودن را. این بارها سایه گفته که توی این مثنوی سایه است دیگه، میگوید که مرد چون با مرد رو در رو شود، مردمی از هر دو سو یک سو شود. میگه فکر نکن که شما میری با یک کسی میجنگی، میری با یک کسی نبرد میکنی، هماوردی میکنی، فلانی رو شکست دادی، رسواش کردی، خارش کردی، خفیفش کردی، تحقیرش کردی، فکر میکنی کی پیروز شده؟ فکر میکنی تو پیروز شدی؟ نه عزیزم، شما هر دوتاتون شکست خوردی، تو انسان بودنت رو لجنمال کردی با درگیر شدن با این پلیدی ها، تو خودت رو داری شکست میدی. و اینو توی اون شعری که توی تأملاتی که روی در واقع داستان رستم داره، چندین شعر مختلف سایه اینو گفته که این رخش میگه تشخیص داد که این سهرابه. ای جهان پهلوان، تو نفهمیدی پسرتو داری میکشی؟ تو نفهمیدی خودتو داری نابود میکنی؟ زمانه کیفر بیداد سخت خواهد داد، سزای رستم بدروز مرگ سهراب است. این جهان پهلوانی است که به چشم سایه خیلی بزرگه، به سهراب پیروز میشه ولی خودشو نابود کرده، و ما سهراب هامون رو مدام داریم میکشیم، ما مدام با همدیگه گلاویزیم، ما داریم همدیگه رو ویران میکنیم. این دردی بود که سایه همیشه داشت و بارها هم گفته دیگه که مرد چون با مرد رو در رو شود، مردمی از هر دو سو یک سو شود. فکر نکن شما بردی، نه آقا باختی، همتون باختی. تو میگی آقا فلانی رو میگیرم میکشم، فلانی رو میگیرم میندازم زندان، فلانی رو میگیرم شکنجه میکنم، فلانی رو رسوا میکنم، بی آبرو میکنم. شما فکر میکنی برنده شدی؟ نه آقا، این اول باخت شماست. برنده بودن ما اون جاییه که پیروزی ما در گروه شکست دیگری نیست. ما زمانی پیروز میشیم که دوست ما، همسایه ما، رفیق ما، حتی دشمن ما
عزت داشته باشه، سربلندی داشته باشه. این خلاف مشی و منش سایه است که بگیم آقا پیروزی ما جایی است که دشمنان ما خار و خفیف و سرشکسته بشن. این دشمنان ما هم انسانن، ولو قذافی باشه، ولو صدام حسین باشه. میگه شما موقعی که به دار میکشید شما دارید با یک انسان این کار رو میکنید. و این مضامین آشنای شعر سایه است که تو اون شعر روزنبرگ های سایه همین مضمون تکرار میشه که شما هر روز دارید با آدمی میستیزید. این فرقی نمیکنه که اونی که آدمی رو خار و خفیف میکنه آمریکا باشه، اتحاد شوروی باشه، جمهوری اسلامی ایران باشه، اسرائیل باشه، پاکستان باشه، هیچ فرقی نمیکنه. شما تو سر انسان که زدی، انسان رو که خار کردی، حقوق انسان رو که ضایع کردی، به خودت داری ضربه میزنی، داری زخم تن خودت میزنی. بله ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر از نظر سایه در حقیقت و اشعار سایه و اندیشه سایه، وضعیت زمانی که در اون میزیست رو و ایرانی که در اون میزیست رو چگونه میدید؟ حالا به ویژه در حقیقت احتمالا شاید بشه به بازه‌های زمانی مختلفی در اندیشه سایه اشاره کرد که ایران رو طبیعتاً به واسطه سالها زندگی که داشت و زندگی پرباری که داشت نظرهای مختلفی هم طبیعتاً به وضعیت ایران در دوره‌های مختلف داشته، که حالا البته شما در بخشی از صحبتاتون بهش اشاره کردید که مخاطرات و خطرهایی رو احساس می‌کرد، اما در کل به نظر می‌رسه که نسبت به آینده و نسبت به فرهنگ ایران امیدوار بود. وضعیت کنونی رو سایه چطور میدید آقای دکتر و چطور تعریفش میکرد وضعیت کنونی ایران رو؟ ببینید پیش از این که من درباره وضعیت کنونی حرف بزنم یه خورده برگردیم به گذشته. ببینید سایه شاعر امید است واقعا، یعنی یه بیتی دارد که یکی جز بیتهای بسیار دوست داشتنی است برای من که میگوید کلید در امید اگر هست شما اید، در این قفل کهن سنگ چو دندانه بگرد. که این پیوند میخوره به همون شعر دیگر سایه، همون شعر زندگی که امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش، به سان رود که در نشیب دره سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش. سایه علل اصول انسان امیدواری بود. من یه جای دیگر هم اینو گفتم که سایه میگفتش که ببین آدمی از غار اومده بیرون دیگه به غار بر نمیگرد. این سیر حرکت ما سیر رو به بالاست. بله ما بازم اشتباه میکنیم، بازم انسان دوباره تو چاله هایی میفته، یعنی شما پیشرفتای خیلی خیره کننده و حیرت آوری میکنید، چه در فناوری، چه در علم، چه در صنعت، چه در فرهنگ، چه در زبان، چه در موسیقی. باز دوباره یه دوره پیش میاد که شما خطا میکنید، دوباره یه دوره پیش میاد که اشتباه میکنید، دوباره به یه چاله هایی میفته، دوباره درس های گذشته رو فراموش میکنید. ولی یه آدمی همیشه خودش رو بازسازی میکنه دیگه، این سر تکامل دیگه، شما از گذشته درس میگیری، خطا رو تکرار نمیکنید. اگه مشخص حرف بزنیم اون شعر تشویش سایه یک از شعرهای معنیداری است که هنوز فکر میکنم تنین دارد، بنشینیم و بیاندیشیم که این همه با هم بیگانه، جنگلی بود این ریشه در ریشه همه پیوند، شاخه در شاخه همه آغوش، مینک انبوه درختانی تنهاییم، مهربانی به دل بسته ما مرغی است که از قفس در نگشادیمش و به عذری که فضایی نیست در این باغ ستم خورده جو سموم ستم آورده هوایی نیست راه پرواز ندادیمش. و میاد تا آخر دیگه، آخرش میگه که اندر این فتنه بی تدبیر با چه دلشوره و بیمی نگرانم. این دلشوره پیش از انقلاب وجود داشته، در آغاز انقلاب وجود داشته، بعد از انقلاب هم شما بارها میبینید این دلشوره، یعنی امید داره، تغییر رو میبینه، گشایش رو میبینه، فرارسیدن سپیده رو میبینه، مژده فتح و ظفر رو میبینه، ولی در این حال نگرانه. و این تو اون شعر آزادی آیا با زنجیر میایی سایه هست دیگه. این بلافه در اسفند سال 57 دیگه، یه ماه بعد انقلاب. خب چی رو سایه میبینه؟ اعدام ها رو میبینه دیگه. اولین چیزی که میبینید، دقت کنید که سایه ای که رفقای توده‌ای داشته و توده‌ای ها در اون زمان بخشی از حرکت سیاسی بودن و هنوز توده یا صحنه سیاسی حذف نشدن، بلافاصله شاعر تشخیص میده که آقا یه بویی داره میاد، بس خیلی خرابه، شروع شد دوباره کشتار، دوباره برگشتیم سر جایی که نباید میرفتیم. اینجاست که این چیست که در دست تو پنهان است، این چیست که در پای تو پیچیده است، ای آزادی آیا با زنجیر میای. آزادی اومد
ولی دوباره با زنجیر دوباره تکرار شد دوباره این ماجرا و باز دوباره این فراز و نشیب میره دیگه. باز یه تاریخ هایی داریم شما مژده میبینی فرارسیدن شادی رو میبینی و خیلی اتفاقای دیگه میفته و باز دوباره تو این چرخه تکرار میشه. ولی سوال اینه که سایه امروز ایران رو چگونه میدید؟ اینو من خیلی صریح به شما بگم، این حداقل 10 بار ما درباره این صحبت کردیم. این کاملا قبل از اینکه در حقیقت این بحث رو بخواید ادامه بدید، امکانش هست بگید برای ما در چه فرازهایی از زندگیش سایه اون امید موجود در درونش فوران میکرد، رشد میکرد و بیش از گذشته امیدوار میشد؟ جواب خیلی خیلی روشنی داره سایه. اینو میشه قشنگ با پیگیری تاریخ شعرهای سایه به روشنی دید. هر جایی که مردم ایران به طور جمعی آشکار و بلند صداشون رو برای مطالبه آزادی و حق انسان بودنشون بلند میکنن و در واقع اینو مطرح میکنن، اونجا جایی که سایه اصلا به طرز حیرت آوری با غرور عجیبی از این گوهری که میگه این در جان مردم ایران هنوز زنده است. من چند تا مورد برای شما مثال میزنم. یه موردش مربوط به موسیقیه. یه مدت پیش اینو جای دیگه هم احتمالاً نقل کرده، مال همین چند یک دو سال گذشته است، سایه برای من تعریف میکرد، میگفتش که یه برنامه یه فستیوالی بود، یه عده خانم یا تو خانم جوان شروع کردن ساز زدن، آواز خوندن، ساز، یکی تار میزد، یکی نمیدونم کمانچه میزد، در یک گروهی، الان من اگه اسمشو پیدا کنم الان بشه یادم بیاد به شما میگم، به توی فستیوالی در خارج از ایران پخش شده بود. میگم این خانم داشت تار میزد، این خانم داشت کمانچه میزد و من کس تو خونه نبودی، دارم دست مقابله دارم اینو میبینم، تو آلمان نشستم. میگه این تمام شد، من بلند شدم تمام قد اینجوری وایستادم، تعظیم کردم و با خودم گفتم که لطفی اگه اینجا بودی میفهمیدی که این جوونا هنوز یه چیزی دارن. ببینید این نسلی است که خیلی چیز مهمیه، این نسلی است که در ایران بعد از انقلاب تو سری خورد، این نسلی است که سازش رو شکستن، این نسلی است که موسیقی رو نمیتونه ستارش و تارش و سنتورش دستش بگیره، نفلش کردن و همچنان رشد کرده و نه از یه آدمی که توی جامعه مرد محوره، زن دختر این جامعه داره ساز میزنه، اونم نه ساز متوسط، ساز با تراز عالی، ساز با کیفیت، اون چیزیست که سایه میگه که این رشک محمد رضای لطفی است. این یعنی که میبینه شما داره رشد میکنی، هیچ چیزی جلودار شما نیست، مرد شما نمیتونی با روح روان مردم بازی کنی. این مردم، این برای من تعریف میکرد که مثلا 10 سال پیش میگه من سوار تاکسی شدم، یارو موقعی که ماجرای تحریم اینا اتفاق افتاده میگه زلده شده، یارو میگه که آقا، میگه فلانی اگه اینجوری بشه اونجوری بشه جنگ میشه، به ایران حمله میکنن، و بعد میگه آقا بذار بیاد حمله کنه، بذار این بمبش اول تو سر من بزنه، تو خونه من خراب شه که خلاص بشم از این ذلت. و اینجا نگرانی سایه بود که این مردم به استیصال رسیدن، میگه شما حاکمان فراموش میکنن که این مردم ایران بسیار نجیبن، شما میتونی سالهای سال تحقیرشون کنی، توهینشون کنی، همه چیز بهشون میگی چیزی نگه، یه بار یه چیز ناجور به اینا میگی بلند میشن میستن میزنن تو دهن، اونجا رو شما نمیتونی کارش کنی. بلکه مثالهایی که میزد این بود که میگفتش که اون روزی که محمد رضای شجریان رفت در تلویزیون و گفت من صدای این خس و خاشاک هستم، یه گوشای من از غرور سرخ شد. میگه این محمد رضا شجریان خودش رو در تاریخ ایران جاودانه کرد، این تصمیمش نبود. میگه من شک ندارم که این ناگهان اتفاق افتاده، انگار یه چیز بهش الهام شده که شما بری بیستی بگی آقا اگه این مردم خس و خاشاکن من صدای همین خس و خاشاکن. و اینجاست این تصمیمی است که شجریان میگیره و شجریان رو جاودان میکنه و شجریان صحنه سیاسی حذف میشه، ولی همچنان شجریان مونده، شجریان شما نمیتونی حذف کنی. و با این کاری که ظاهرا سیاسی اجتماعی، یه عده گفتن آقا شما اشتباه کردی، شما که سیاستمدار نیستی، شما نباید این حرف میزدی، شما اگه ساکت میموندی جلوی کنسرتات نمیگرفتن، نمیدونم جلوی این اتفاقا نمیگرفتن، ولی شجریان موند، این تصمیم رو گرفت. به سوال شما برگردیم، اون جایی که تجلی اراده مردمه، اون جایی که مردم بدون امر و نهی حکومت، بدون تبلیغات، با اراده خودشون میرن در میدان میایستن، میگن آقا ما وجود داره. ببین 25 خرداد یکی از نمونه‌های بارز ایناست. اینا شعرهایی که سایه گفته منتشر نشده، به وقتش احتمالاً منتشر خواهد شد، که همه مربوط به همون دوره است که سایه ستم رو میدید و در این حال میدید که مردم ایران به این سادگی پا نمیدن به این تحقیر. شما نمیتونی فرعونوار انگشت بکنی تو چشم مردم بعد انتظار داشته باشی مردم تماشا کنن. اینجاست که سایه امید پیدا میکنه، میگه ببین اینا ستم کشیدن، اینا تحقیر شدن، اینا بدبخت شدن، ولی همچنان وایستاده با عزت میگه که آقا جان من نمیذارم شما ایران رو به غارت ببرید.
من نگرانی سایه این بود که آها این ایران احاطه شده از هر طرف با گرگای مختلف، اون دشمن خارجی رو داره، اون نمیدونم آمریکا، اون نمیدونم اروپا میخواد یه بلای سرش بیاره، تحریمش هم میکنن، این همه جدایی طلب وجود داره از بالا پایین، از احاطه شده از آذربایجان گرفته تا کردستان بگیر تا نمیدونم جنوب بگیر تا بلوچستان بگیر، همه آمادن که آقا تا تقریبا توقی خورد یه تیکه از خاک ایران رو بکنن ببرن، بعد ایران میشه یه چیزی تیکه تیکه شده پاره پاره. بعد شما به یه جایی خواهی رسید که اون جایی که میگه شما الان یه سرزمینی داری به اسم ایران، یه سرزمین بزرگی داری به اسم ایران که همچنان شما میتونی به زبانی حرف بزنی که مردم زبانش رو میفهمن. ببینید این همون چیزیست که در اون شعر سیاوش کسرایی آمده دیگه، که در وین این شعر رو گفته بود، گفته بودش که دلم هوای آفتاب میکند. بعد در جایی از اون شعر کسرایی میگوید که چراغ مرد خسته را کسی نمیفروزد از حضور خیش، و میرسه به جایی که کسرایی توی اون شعر آخرش میگه که من یه جایی دارم زندگی میکنم که زبان من نیست، که مردم زبان تو رو نمیفهمند، که میگوید که توی شهری توی سرزمینی نه آشنا نه همدمی نه شامه ایز دوستی که سر نهی بران دمی، تو ای و رنج و بیم تو، تو ای و بیپناهی عظیم تو، نه شهر و باغ و رود و منظرش، نه خانه ها و کوچه ها، نه راه آشناست، نه این زبان گفتگو زبان دلپذیر ماست، تو هزار درد بی دوا، تو هزار حرف بی جواب، کجا روی؟ به هر کجا که رو کنی تو را جواب میکنن. این رنج کسرایی بود دیگه، این رنج سایه هم بود، میگه شما به یه زمانی ممکنه برسی که این زبان نفهمی، بچه شما دیگه زبان حافظ سعدی رو نفهمه، ولی فاجعه است. و شما ببینید نگاه کنید چه اتفاقی داره برای زبان ما میفته. این مسئله نمیدونم استعمار و استکبار و ستم خارجی و چیزا نیست دیگه. شما ببینید الان توی صدا و سیما چجوری فارسی حرف میزنن، شعر درست رو میتونن بخونن، روز به روز انسان‌های زمان امور رو به دست گرفتن که حرف زدن عادی بلد نیستن، یه جمله رو نمیتونن درست به فعل برسونن و اینا در صدر امور کشور نشستن. خب موقعی که حاکمان یک کشور تباه بشن، فرهنگش هم تباه میشه، زبانش هم تباه میشه، و این نگرانی مهم سایه بود. ما به یه جایی داریم میرسیم که این زبان و این فرهنگ داره بین میره دیگه، من و شما نمیتونیم این حکمت‌هایی که در دل این فرهنگ بوده رو نسل بعدی منتقل کنیم. من یه جایی صحبتتون رو قطع کردم آقای دکتر، و فکر کنم یه نکته‌ای رو در مورد اینکه سایه وضعیت کنونی رو چطور میدید میخواستید بیان کنید، اگر داخل صحبتاتون مطرح کردید اون نکات رو که برام سراغ پخش کنید. میخواستم اینو بگم که آنچه که سایه داشت واقعا نگرانی از آینده بود. اونی که حاکمان سیاسی کشور فراموش میکنن که با چه وضعیتی مواجهن. این در همون شعری که من یه بخشی برای شما خوندم که میگوید که آن آب زیر کاه نگه کن که ناگهان پتکی نخورده پیکر خارا قبار شد، این غزل در ابتداش میگه که دیدی چه بد شدیم گرفتار دیو و دد، کس را بیاد نیست چون این روزگار بد. و اونجا در اون غزل یه جایی یه چیزی دارد که میگوید که پیش از تو نیست، اگر اجازه بدید الان یادم بیاد، مضمون شعر این است که پیش از تو نیز مثل دوم این است که ستمگران بسیاری پیش از تو بودن، همین کارها رو کردن، رفتند و ماند از پسشان لعنت ابد. و یه مصرعی دارد این غزل، این آدرسش رو مشخصا به شما میگم، که میگوید ای دست حق علی بزند گردن تو را، که از بحر کار ناحق از او خواستی مدد. و اینه برای من میگفتی که اون کسی که میره در کوی دانشگاه جوان مردم رو با اسم یا زهرا و یا علی و یا فاطمه از پنجره میندازه بیرون، از بحر کار ناحق از او مدد میخواهد. ببین این زنده بودن یه شاعریست که مو به مو سطر به سطر داره وقایع جاری در ایران رو میبینه، سکوت میکنه، سرصدا نمیکنه، جار جنجال را نمیندازه، ولی میبینه اینا، به وضوح داره میبینه. و اینجاست که زبان انتقاد شاعر باز میشه. ولی خب سایه این خصلت رو داشته که در طول زندگیش همیشه مراقب بوده که یه جوری حرف بزنه که
مضامین مهم شعرش در لابلای این کلمات پنهان باشه. والله همین شعری که آزادی آیا با زنجیر میاد، ما همه میدونن که این درباره انقلاب 57 دیگه، شاهدم که نداره که. یا وقتی میگه که دل شکسته ما همچو آینه پاک است، بهای دور نشود گم اگر چه در خاک است، ز چاک پیراهن یوسف آشکارا شد که دست و دیده پاکیزه دامنان پاک است. این خودشو داره میگه، سایه است که دست دهش از رفته زندان. همین مثنوی بانگنه که این همه سال در توقیف بود که یه بخش مهم و بلندش در واقع مرثیه است برای احسان تبری دیگه، که میاد میگه که این کاری که میگه توبه فرما را فزون تر باد ننگ، تا ابی گرزان که جامی زد به سنگ، توبه فرما را فزون تر باد ننگ. تا به جایی که میرسه میگه که شما فکر میکنید که چیکار کردید با این؟ یه آدمی که صاحب فکر بود رفت زندان و شکنجش کردید، این شیر خار و خفیف و شکسته و نفله آوردید ازش اعتراف گرفتید، میگه این تنگی دست جهان است این شکست، شما فکر میکنید چیکار کردید با این؟ او جهانی بود اندر خود نهان. این چاپ شده دیگه، این توی بانگنه هست الان. و این آگاهی به مسئله زمانه است دیگه. اینا هم نگرانی هایی که شما در سایه میبینید که نگاه میکنه به این که ما داریم خودمون به دست خودمون سرمایه های فکری، فرهنگی، معنوی خودمون رو داریم و بین میبریم. چرا؟ به خاطر اینکه یه چیز خیلی خیلی ساده پشتش هست. آدمیزاد خودخواهه، ماها خودمحوریم و این مهمترین تهدیدی است که همیشه بالای سر یک کاهی که ما هست، از جمله منی که دارم با شما صحبت میکنم. ما چون خودمحوریم فکر میکنیم که هر چیزی که ما میبینیم حقیقته. واسه جنگ ها اینجوری شروع میشه دیگه، یک کسی به یه جای حمله میکنه. چرا؟ به خاطری که کمترین تردیدی به خودش راه نمیدی، که اونی که بر حق منم، منم که درست میبینم. شما اگه یه سر سوزن در خودتون این احتمال رو بدید که آقا یه جایی رو من ممکنه اشتباه رفته باشم، دیگه نمیدی دستتو به خون و جان مال مردم آغشته کنی دیگه. شما اگه تردید داشته باشی، اگه کمترین احتمالی بدی که آقا این اتهامی که من به فلانی میزنم ممکنه اتهام درستی نباشه، اگر اینقدر چیز نداشته باشی، دیگه به این راحتی جان آدمی رو نمیگیری، دیگه نمیبینی مردم رو شکنجه کنی، نمیری اینا رو از حقوق اجتماعیشون محروم کنی، با انسان‌ها اینجور رفتار نمیکنی. اینا این چیزیه که شما در گفتار سایه، در زبان سایه، در شعر سایه بارها میبینید و همچنان هم زنده است. یعنی شما میتونید هزار سال دیگه بیاید یه غزل از سایه بخونید و همچنان انطباقش بدید با وضعیت زمانه خودتون، ولو این شعر در یک بستر و بافتار زمانی خاصی درباره مجری سیاسی خاصی یا اجتماعی خاصی گفته شده باشه. ممنون دکتر. به پرسش سوم فکر میکنم تو یه حدودی هم اشاره کردید و به اون پرداختید. اون پرسش این بود که علت وضعیت کنونی و مخاطراتی که شما برشمردید و به نظر سایه ایران رو تهدید میکرد، علت این وضعیت رو سایه چه میدید؟ که فکر میکنم داخل صحبتتون بهش اشاره کردید که بحث خودمحوری انسان و طبیعتاً عدم اعمال یک کنترلی برای این خودمحوری شاید علت وضعیت کنونی باشه، اما اگر فکر میکنید نکته دیگه‌ای در ارتباط با این پرسش هم هست بفرمایید. بله، من جواب این سوال شما رو واقعاً با دو تا بیت از خود سایه به شما میدم. سایه، ببینید، این یه چیزیه که شما وقتی از سایه میخونید از خلال تجربه قرن‌ها فرهنگ و زبان و ادبیات ما، این چیزی که سایه همیشه میگفت که این صوفیان ما، بعضی از این صوفیان ما یه چیزایی کشف کردن که واقعا درس هست برای بشریت. این بیت برای شما میخونم که دانی که خود پرست کم از بت پرست نیست، خودبین برد به سوی خدا نیز دست رد، آری صنم پرست نباشد صمد شناس، بر خود به زرق خواند الله را صمد. این خودخواهی است واقعا، خودپرستی است که شما در هر لباسی میتونید پنهان شید. شما میتونید در لباس آزادیخواه پنهان بشید، در لباس دموکرات پنهان بشید، در لباس مدافع حقوق بشر پنهان بشید، در لباس مروج و مدافع دین رسول الله پنهان بشید، در لباس علی ابن ابی طالب پنهان بشید، ولی راهزن باشید. این چیزی بود که صوفیان ما کشف کرده بودن. بعضی از صوفیان و عارفان ما که شما اینو در زبان حافظ می‌بینید، در زبان غزالی می‌بینید، در زبان این غزات همدانی می‌بینید، در زبان چه می‌دونم ابوالحسن خرقانی می‌بینید، که اینا تشخیص می‌دادن این زرق رو، این ریا رو، اینه که آدمیزاد چه توانایی حیرت آوری داره برای فریب دادن خودش. شما قبل از اینکه دیگران رو فریب بدیم داریم خودمون رو فریب می‌دیم. یادمون باشه ما پیش از اینکه کسی رو فریب بدیم
اول از همه به خودمون داریم میگیم که تو خوبی، اشکال متوجه تو نیست، شما بهترینی، شما بهترین مزایای عالم رو داری. و این سربه شدن آدمی، این پر شدن آدمی از خود، علت العلل و ام الفساد تمام مسئله های عالم. شما زمانی درست میشی که چیزی ازت نباشه. و این توی اون بیت بانگینه هم هست دیگه، که سایه میگوید که آنقدر از خواهش دل سوختم تا چنین بیخواهشی آموختم. بیخواهشی یعنی همین دیگه، یعنی که آقا من دیگه نمیخوام، من چیزی نمیخوام، دست بردارید از من، من میخوام رها باشم. یه وقتایی پیش میومد من گله میکردم از اوضاع احوال زمانه، از روزگار، آقا دستمون تنگه، فقیریم، بدبختیم، فلانیم، بهمانیم. بعد میگفتش که این الان مثلا قرض چی رو میزنی؟ قرض داری؟ قرض چقدر؟ مثلا گفتم اینقدر. از چقدر پول داشته باشه خوب میشه؟ گفتم مثلا اینقدر. گفت خب حالا داریش، بیا فرض کن 100 هزار برابر اینو به تو دادن، بعدش چی؟ بعدش میخوای چیکار کنی؟ بعد تو چی هستی؟ به همیشه مثال میزنم، میگم من در طول زندگی هیچ وقت پول رو هم پسنداز نکردم. هر چی پول در میآورد میآوردم میرفتم خرج میکردم، یا میرفتم صرفه موسیقی میخریدم، یا نمیدونم کتاب میخریدم، و همیشه صرف این چیزا میشد پول من. هیچ همیشه هم 8 تا گرون هم بود، این پول میومد میرفت، پول پسنداز نمیکردم، که من که دنبال مال دنیا نبودم. برای همینی که سایه میگه مال دنیا، مال دنیا و ای کریم با تو در دنیا و عقبا ننگریم. خیلی حرف بزرگی است که شما بگی که آقا من یه کسی رو دارم، یه چیزی رو دارم که تمام ثروت ها، تمام تنعمات عالم، تمام این تعظیم ها، تمام این تحسین ها، تمام این ستایش ها در برابرش هیچه. من حاضرم یه ثانیه با او باشم، ولی تمام عالم آدم بدگویی کنند، تمام عالم آدم من رو خبیث ببینم، هیچ اتفاقی نمیفته. یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبی، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. یعنی یکی میگه قصر، این تو شعر سایه هم خودشو پیاده میکنه دیگه، قصر فردوس به پاداش عمل میبخشن، ما که رندیم و گدا، دیر و مغان ما را بس. بله آی دکتر، در حقیقت آیا وقتی که در صحبتهای خودتون با سایه صحبت میکردید، آیا چون الان ما با یه تصویر دوگانه ای از سایه روبرو شدیم، از طرفی وضعیت کنونی ایران رو وضعیت خیلی خطرناکی میبینه، مخاطرات زیادی رو براش میبینه و دلنگرانی های زیادی داره، از طرف دیگه شما هم اشاره کردید به یک چیزی در تاریخ ایران امیدواره که به راحتی این سرزمین، به راحتی که نه، ولی بالاخره این سرزمین و مردمانش از این شرایط مخاطره آمیز هم عبور میکنن. میخوام ببینم آیا مشخصا به راهکارها و راهبردهایی اشاره میکرد یا در اشعارش اشاره کرده که برای برون رفت از این وضعیت بشه اونها رو در نظر گرفت و یه راهکارهایی باشه برای حرکت از این وضعیت خطرناک به اون وضعیت بهتری که ایران شایسته است به اون برسه. ببینید این در اون شعر زندگی سایه که خیلی خوب است، برید با اون تار لطفی رو گوش بدید، چه فکر میکنی که بادبان شکست از اورق به گل نشسته ای زندگی، و ادامه میده تا اون جایی که میگه که این نهیب حادثه از راه سی زمین و آسمان زهم گسیخت و آفتاب در کمین دره های غروب غرب شد. این ادامه این شعر دقیقا راهنمای ماست. و این یه جمله، یه چیزی داره، یه خطی داره این شعر که میگوید که زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. تمام حرفش اینه که شما صبر رو بکنی، یک زنده بمانی، خیلی مهمه. این که امید هیچ معجزه‌ای مرده نیست، زنده باش، خیلی مهمه. شما تا زمانی که زنده هستی، تا زمانی که دوام آوردی، همیشه امکان وجود داره که نیم ساعت دیگه، یه هفته دیگه، شش ماه دیگه، یه ساعت، آقا من از خودم شهید بسازم، من از خودم کشته بسازم. شما میخواید برای آیندگانتون، برای فرزندانتون، برای نسل بعدی یه دنیایی بسازید و این کارم باید زنده بمونید. برای این کار نمیتونه خودتون کشتن بدید. زنده باش، مقاومت کن، ایستادگی کن، ولی یاد بگیر که
به جای این که این درباره فرهنگ ایران نمیشه من گفت درباره زبان ایران میگه ببین یکی از کشفیاتی که ایرانی ها کردن ببین اینو من تأکید میکنم ایران ایرانی ها که پاسخی است در واقع محکم به تمام کسانی که میگفتن سایه ضد ایرانی است ایران دوست نداره این حرفا که واقعا در ردیف دشنام است این کاری که ایرانی ها کردن در طول تاریخ تمام بلایی که سرشون اومد مغول حمله کرده اعراب حمله کردن سیل اومده نمیدونم زلزله اومده هزار یک جنگ و اتفاق افتاده این مردم این کاری که کردن اینه که مثل درخت خشک مثل سرو نبودن مثل نهالی بودن که طوفان که میاد این خمش میکنه سرش خم میکنه طوفان رو سرش رد میشه دوباره سرش بلند میکنه یه مردم اگه قرار بود لجاجت کنن اگه قرار بود همه جا سینه سپر کنن و وایستن بگن من فقط مقاومت میکنم اینو نابود میشدن تصمیم گرفتن که چه جاهایی سرشونو بیارن پایین تا این موج بگذره تو شما میتونستی مثل یه چوب خشک وایسی جلوی این سیلاب بیاد شما کمرتو میشکنه تمام میشه میری دیگه ولی یاد میگیری که کجا سکوت کنی کجا تند بری کجا آهسته بری و این یه چیزی که به طور غریزی در میان مردم ایرانه و شما نمیتونی به شیوه نشونش بدی یعنی من هر چقدر به شما بگم آقا مردم ایران اینو دارن اونو دارن و حرف مفت زدم باد هوا حرف من شما زمانی این میفهمی که بعدش اتفاق بیفته که تا زمانی که اتفاق نیفتاده شما اصلا باور نمیکنی اتفاق افتاده تا زمانی که شجریان نرفته بگه آقا من صدای این خس و خاشا کردم شما اصلا به خیالت گذر نمیکنه که شجریان بگه همچین کاری کنه اینجوری بیسته تا زمانی که یه عده‌ای نرن با اون جمعیت 5 میلیونی تو میدان آزادی با سکوت وایستن بگن آقا رأی من کو شما نمیتونی اینو باور کنی چیز حیرت آوریه از مشروطه به این وقت سابقه نداشته که مردم برن تو خیابون نه بانک آتیش بزنن نه نمیدونم کسی رو بکشن نه کسی رو نفله کنن و بعد طبعا شما موقعی که با این مواجه میشی یه عده هم باید بیان غم کش بیارن شما رو به جون هم بندازن و بگن شما آدم کش میدونی حرفا حالا وارد این ماجرا نمیخوام بشم ولی عرض من اینه که سایه امید داره سایه فکر میکنه که شما برای آینده رو تغییر بدی باید زنده بمانی و باید صبر داشته باشی این کلید در امید اگر هست شما اید یعنی چی یعنی شما دنبال کلید و دنبال امید نگرد خود شمایی که امیدی امید یعنی که شما میتونی تغییر بدی تغییر با شما شروع میشه صبر کنید شما لازم نیست امروز بگی آقا دیگه تمام شد همه چیز باشه شما به ایران که نگاه میکنید ممکنه واقعا یه نسلی در ایران دیگه این فرصت و امکانو نداشته باشه که زندگی کنه ولی نسل بعدی که از راه میرسه ما که فقط خودمون زندگی نمی کنیم که شما بچه داری نوه داری نتیجه داری اصلا نداری یه عده انسان کنار شما وجود دارن یه عده همسایه وجود دارن شما نمیتونی بگی برای که من دلم خوش باشه برای که من خوشحال باشم یه کسی بیاد به خاک ایران حمله کنه این حکومت چپه کنه اگه نشده حرف که شما میخوای همه رو کشتن بدی شما میخوای دل خودت خوش بشه شما میخوای یه جمع کسی که بدبخت بشن بیچاره بشن تمام امیدهای الانشون و آیندهشون از دست بدن چون شما از فلانی خوشت نمیاد اصلا فلانی آقا ظالم فلانی ستمکار شما که نمیتونید تمام خونه رو آتیش بزنی چون از اونی که رفته خونه شما رو تصرف کرده گله کنی ببینید یه مثالی برای من سایه میذاره که خیلی به کار نسل جوانتر ما احتمالاً خواهد آمد میگفت یه جوانی اومد پیش من و گفتش که آقای فلانی من دیگه از در ایران من دیگه زله شدم به ستوه اومدم از زندگی دارم میخوام برم خارج برم یا نرم و این جواب خیلی جواب مهمی خوب دقت کنید به اینکه این جواب جواب نه جواب سیاسیه نه جواب غیر سیاسیه نه این جواب های بازار پسند روزه که آقا بله این مملکت امیدی نداره بدبخت این بیچاره پاشو بساطو جمع کن برو از این مملکت به جواب اینه میگه ببین جواب هر آدمی تو زندگیش تشخیص میده که شما به چه کار به درد چه کاری یه کاری هست که هر آدمی میدونه آقا این کار من اصلا بهتر انجام میدم احساس میکنه که آقا من اصلا آفریدن که برم فلان کار کنم و مثال میزن گفت آقا اگر تو احساس میکنی در زندگیت باید بری فلوت بزنی خب و این فلوت زدن کاری که از همه بهتر برات انجام میده و این کار رو شما مثلا در فرانسه فقط میتونی بری انجام بدی تو اصلا وظیفته که آب دستت بذاری زمین راست بری فرانسه به شما چه ربطی داره که اینا که خوبه بده میخوای بمونی یا نمونی ولی اگر تشخیص دادی که آقا تو یه کارکردی داری یه خاصیتی داری اصلا تو باید همینجا بمونی و اینجا باید کار انجام بدی که تو تشخیص میدی یعنی سایه نمیاد بگه آقا شما باید در ایران بمونی شما نباید در ایران بمونی شما از ایران باید مهاجرت کنی شما از ایران نباید مهاجرت کنی این به شما عاملیت میده یعنی شما انسانی هستی که تصمیم میگیری تشخیص میدی خیر و صلاح خودت خیر و صلاح عالمت در چیست و کوشش میکنی برای بهبود حال انسان برای کاهش رنج آدمیان و از اینجا شروع میشه که خودت کسی باشی شما نمیتونی در فقر و بیسوادی و بدبختی و ذلت و فلاکت زندگی کنی و دیگه آقا من میخوام دنیا و عالم رو آباد کنم شما نمیتونی در جهالت بگی آقا من پیشوای مردم میشم
شما نمیتونی نادان باشی بعد بری تو خیابون به اینون ناسزا بگی، شعار بدی، فوش بدی، این زنده باد و مرده باد علیه اینون بگی. این تو جهنم همیشه ویرانی به بار میاره. شما باید برو خود کسی باش، خودت رو به فعلیت در بیار. اگه شما بهت بگن آقا وظیفه شما اینه که بری مثلا ساز بزنی، خب ساز بزن. اینجا نمیتونی ساز بزنی، برو جای دیگه ساز بزن، ولی این کارتو درست انجام بده. ولی حرف اینه که شما انسان رو ورای خاک میبینی. یه شعری داره سایه برای ناظم حکمت گفته و میدونید که ناظم حکمت مخالف حکومت ترکیه بود. ناظم حکمت زندانی کردن، تبعید کردن، بعد پاسپورتش ازش گرفتن، شهروندیش ازش گرفتن. و شعر سایه برای ناظم حکمت این بود که آقا روی کاغذ ز کسی وطنش را نتوانند گرفت. خیلی چیز مهمی است. اگه یک کسی اومد تو را خونت بیرون کرد، اگه یک کسی بهت گفت که آقا تو دیگه ایرانی نیستی، اگه یک کسی گفت اگه پات بزنی تو مملکتت من پدرت در میارم، زندانت میکنم، شکنجهت میکنم، اینا که تو را غیر ایرانی نمیکنه که. ایرانی تا زمانی که به زبان فارسی فکر میکنه، تا زمانی که حافظ و مولوی و سعدی و نمیدونم خیام و عطار و هوشنگ ابتهاج در ذهنش داره، ایرانیه. شما نمیتونی ایرانی بودن ازش بگیری ولی تو خونش راش ندی. این همچنان ایرانی، این همچنان ایران زنده نگه می‌داره ولو در مرزهای جغرافیایی ایران نباشه. ما بسیار داشتیم متفکرانی، بسیار داشتیم شاعرانی که خارج از خاک ایران مردن. اولین نفرش مولوی است. مولوی در خاک ایران دفن نشده، در قونیه خاک شد. ولی اونی که شعرش می‌خونه کیه؟ مردم ترکیه بیشتر می‌خونن یا مردم ایران؟ تمام زندگی مردم ایران مولوی، از مثنویش گرفته تا قصریات شمس. نادرپور در لس آنجلس دفن شده، سیاوش کسروی در وین دفن شده. این مکان زندگی، مکان مرگ، مکان نمیدونم تدفین که چیزی رو مشخص نمیکنه. این شمایی که در هر جایی زندگی میکنی، در هر جایی هستی و در هر جایی جاری هستی، انسان بودن خودت رو، ایرانی بودن خودت رو، این عزت و کرامت رو به مردم نشون میدی. در نتیجه من برای که خلاصه کنم، زیاد رو درازی نکنم، اینو تکرار میکنم که سایه نگران زبان فارسی بود، نگران تباه شدن زبان فارسی بود و بهبود زبان فارسی از این طریق اتفاق نمیفته که یکی از بالا دستور بده. ما دستور میدهیم زبان خوب بشود، ما دستور میدهیم زبان بد بشود. اینجوری نمیشه. شما آدمشو بذارید سر کار، شما نمیتونید یه آدم بی سر و پا رو بذارید در رأس مدیریت موسیقی ما، شعر ما، فرهنگ ما، بعد انتظار داشته باشید زبان بهبود پیدا کنه. خب نمیشه، اصلا امکان نداره. ببینید این تجربه تاریخی است دیگه. این در زمان این هیچ وقت سایه تعارف نکرد که از مهندس رضا قطبی که رئیس رادیو بود، رضا قطبی فامیل فرح پهلوی پیشاوند شاه، ولی این آدم اختیار تام و تمام رو به سایه داده بود که شما با این موسیقی هر کار خواستی بکن. به جنبش اعتماد کرده بود، یعنی نیومد سایه رو ویران کنه. چون مگه حکومت شاه نمیدونست که سایه چپه؟ مگه حکومت شاه نمیدونست که سایه رفیق مرتضی کیوانه و شاه اومده مرتضی کیوان اعدام کرده؟ اینو بارها یه شعری داره سایه که میگه که من بارها ازش پرسیدم، میگه بعد ببین برای من اگه من یه بار با مبارزه پهلوی رو برو بشم، من نمیتونم مبارزه پهلوی رو بکشم. من ممکنه حد اکثر خیلی کار کنم یه کشیده بهش بزنم که رفیق من رو زده اعدام کرده. همین به خاطری که آخرش میگه من نخواهم ایستاد روبروی تو جز برای بوسه دادن. مرد چون با مرد رو در رو شود، مردمی از هر دو سو یک سو شود. و این حکومت میدونست که این چپ ها مهمترین دشمنشن، ولی هیچ برای سر سایه نیورد. این تمام کاری که در اون حکومت اتفاق افتاد، که میراث گل‌های تازه، گلچین هفته که حاصل کار سایه بود و بعد تبدیل شد به گروه چاوش، این چیزی بود که این آدم داد اونجا کار انجام میده. یعنی یه آدم هنرشناس و شعرشناس و زبانشناس، نه یه آدم متملق، نه یه آدم چاپلوس، در رأس کار. ولو از سیاسی با شما اختلاف داره، ولو اصلا دشمن شما یکی شماست. شما فکر می‌کنید نمی‌دونستن که چپا دشمن اینا؟ تو امرزای پهلوی بارها میگفت آقا این ارتجاع سرخ، اون ارتجاع سیاه. هم چپا رو ملامت میکرد، هم مذهبی ها رو. ولی کجا اینجوری ویران شدن؟ ما اتفاقی که الان افتاده اینه که شما ندارید تیکه کسی. شما اینا به خاطر دارید، دیدید، فیلمش هم هست. موقعی که صحبت بانگ نهی میشه، آقای حداد عادل اونجا حضور داره، فیلم ثبت شده دیگه، شروع میکنه تعریف کردن از آقای حداد عادل از سایه که چنین کردید، چنان کردید، خوب از فلان است، مهمان است، چرا شما اینجوری؟ اونجا بهش میگه آقای حداد
شما اینقدر شعرهای من تعریف کردی، شما شعرهای دهه 60 منم خوندی تعریف کردی یا نه؟ خیلی روشنه دیگه، شما بودید که من انداختید زندان، شما بودید که این بلا رو سر شاعر آوردید. و اگر شهریار دخالت نمی‌کرد من نبود چه بلایی سر من بیاد؟ به همینی که بانگ نی توقیف میمونه و سالها طول میکشه تا بانگ نی بیاد بیرون. ببین این صبحی خیلی مهمه، به خاطر اینکه یه عده‌ای تصویری از سایه میسازن که انگار یه آدم رند فرصت طلب محافظه‌کاریه که آسته میاد آسته میاد میره که کسی شاخش نزنه، کسی دلخور نشه، کسی رنجیده نشه. نه آقا، این زبانش همیشه حفظ کرده. منتها تفاوتی که سایه با انسان‌های عاطفی هیجان زده عجول دارن اینه که سایه میگه شما باید صبر داشته باشید. یک. دوم، یادتون باشه که اون که تو باش مخالفی همچنان انسانه. دشمن شماره یکی هم انسانه. یادتون باشه که از یه حدودی خارج نشید. یادتون باشه که طرف مقابلتون رو در حد اهریمن فرو نکاهید. به خاطر اینکه اونجا شما ممکنه طرف رو بزنید نابود کنید، ولی خودت هم نابود شد. خودت رو داری نابود میکنی. ای انسان، با خودت این کار رو نکن. این اون چیزیه که سایه رو از خیلی از کسانی که آغشته و آلوده به سیاست شدن متمایز میکنه. سپاسگزارم آقای دکتر. من اون چهار پرسش هستیم رو از خدمتون پرسیدم، اگر نکته‌ای باقی مونده ما در خدمتون هستیم. من سخن اولم رو دوباره تکرار میکنم. یه بیتی دارد در اون غزل بیداد همایونی، فتنه چشم تو چندان ره بیداد گرفت که شکیب دل من دامن فریاد گرفت. منم و شمع دل سوخته، یا رب مددی، که دیگر بار شبا شفته شد و باد گرفت. تا میرسه به این بیت آخرش که سایه ما کشته عشقی، که آن شیرین کار مصلحت را مدد از تیشه فرهاد گرفت. این غزل غزل چند تا حاشیه داره که یادآوری میکنم. اولا این غزل مربوط به دوره قبل از انقلاب و آشکارا اون اصلا عنوان شعر این بیداد همایونی، اعتراض سیاسی است دیگه. و این غزل غزلی است که شجریان میاد در همایون میخونه، یکی از اجرای گلهای تازه است که یکی از اجرای درخشانه. و این غزل غزلی است که شما حتی اسم و این شاید جای گفتن داره، چندین بار رو من گفته که من الان که فکر کنم اشتباه کردم. به جایی که بگم همایون شجریان، باید به آقای شجریان میگفتم اسم سرش رو بذاره فرود شجریان، بخاطر که هم یه نامیست در شاهنامه، هم یه چیزیست که آقای موسیقایی داره. ولی به هر حال بخوام بگم که این غزل یادا این بیت سایه ما کشته عشقیم، که آن شیرین کار مصلحت را مدد از کیشه فرهاد گرفت، یادآور یه بیتی است از یه قصیده درخشان و حیرت آور سنایی غزنوی که میگوید که به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابد یاد، که از شمشیر بو یحیی نشان ندهد کس از احیا. من به اون قسمت دومش اشاره میکنم تا برسم به قسمت اولش. اینی که میگه از شمشیر بو یحیی نشان ندهد کس از احیا، یادمون باشه سنایی غزنوی در قرن پنجم هجری زندگی میکنه، در دوره زندگی میکنه که این حکام و سلاطین میرن به غزا، میرن به جهاد با مشرکان و کافران و میگن که آقا ما بریم الان یا میکشیم یا کشته میشیم، اگه کشته میشیم شهید میشیم، عمر ابد میابیم. اینجاست یکی مثل سنایی غزنوی میاد تازیانه برمیداره میکوبه به تن این جامعه ریاضده مزور، که فکر نکنید که اگه رفتید یه نفری که دینش با دین شما یکی نبود و کشتید یا کشته شدید شما عمر ابد پیدا میکنید. به تیغ عشق شو کشته که دا عمر ابد یابی. عمر ابد میخوای؟ به تیغ عشق کشته شو، نرو اونجا شر بپا کن، خودت و دیگران رو به کشتن بده. و نکته تیغ عشق این است دیگه، عشق با شما چیکار میکنه؟ عشق شما رو از خودتون میستاند، عشق شما رو اوریان میکند. عشق به تعبیر حافظ، گر خود بتی ببینی مشغول کار او شو، هر قبله ای که بینی بهتر ز خود پرستی. و اینجا باز میخوام یاد کنم از سایه که سایه او در واقع اومد این روایت از شعر حافظ رو جا انداخت با مشورت شفیع کدکنی، چون در نسخه های دیگر این شعر حافظ جور دیگری است دیگه.
که گر خود بوتی ببینی مشغول کار او شوهر قبله ای بی که بینی بهتر ز خود پرستی. این روایت است که سایه از این بیت آورده و ایدم این است که شما اگه بوت به پرستی به درز می خود رو پرستی، چون همه وقت که شما سرسپردگی به یه بوتی پیدا کرده، به یه معشوقی، به یه محبوبی، اولین کاری که میکنی که تو از خودت تویی میکنی و شما از خودت که تویی شدی، اگه شما این تعلقات خودت رو گذاشتی کنار، تازه اون موقع کسی میشی، اون موقع خداشناس میشی. به قول صنایعی، هر چه بینی جز هوا آن دین بود در جان نشان، هر چه بینی جز خدا آن بت بود در هم شکن. شما از هوات که گذشتی، از خیشتن خود که گذشتی، از مطرح کردن خودت که گذشتی، از خود متشکر بودنت اگه گذشتی، تازه اون موقع است که به خدا نزدیک میشی. و اینجاست که شما به شاعری میرسید که میگه ما کشته عشق. این شاعر کشته عشق است. این شاعر رو شما نمیتونی با تمام شدن عمر جسمانی و مادیش بگی تمام شد، از بین رفت. تاریخ اینو نشون میده. سایه همیشه این رو گفته است به من که ببینید، مهمترین و سخت گیر در این داور زمان است، تاریخ. یعنی شما نمیتونی بگی آقا من فلان کاری میکنم از داوری تاریخ سالم میمونم. نه خیر، شما عجله نکن. فایست 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، 500 سال دیگه، ببین آیا شما هنوز درجات هستی یا مردم برمیگردن توفت و صورتت میندازن. این خیلی مهمه و آدمیزاد میتونه تشخیص بده که زمانه باش چه برخوردی خواهد کرد. زمانی که شما از خیشتن خیشتون خالی نیستید، از الان بدونید که یه زمانی، هر چه قدم که تاریخ رو بازنویسی کنید، هر چه قدم که تعریف کنید، هر چه قدم که دروغ بگید، خورشید حقیقت پشت ابر نخواهد موند. یه جایی میاد شما رو رسوا میکنه. اون چیزی که باعث ماندگاری سایه شده، سایه پیش از مرگش به این توفیق رسید. یعنی این کاری که، این چیزی که سایه بهش رسید که سخنش، کلامش ورد زبان مردم کوچه و بازاره، در زمان حیات سایه اتفاق افتاد. اینجاست که سایه باقی است، سایه جاودان است، سایه از بین نمیره. من میخوام در این انتهای صحبت این شعری که سایه برای پوری گفته رو دوباره بخونم و به همین ختم کنم، که خیلی هم به ارتباط داره به مضمون مرگ، که میگوید هرگز از مرگ نترسیدم من، مگر امروز که لرزید دلم، داشتم با کیوان درد دل می کردم، یادم آمد ناگاه آخرین مانده از آن جمع پراکنده منم. چه کسی خواب تو را خواهد دید؟ چه کسی از تو سخن خواهد گفت؟ آه پوری هم رفت. گفت پوری با ماست سایه جان، ما هستیم، ما صدای سخن عشقیم، یادگار دل ما، مژده آزادی انسان است. خیلی ممنون، سپاسگزارم. دکتر، برخی از دوستانم پرسش هایی رو مطرح کردن که البته تصور میکنم بعضی از اونها به حیطه ادبیات ارتباط پیدا میکنه و شاید یک متخصص ادبیات لازم باشه که در مورد اونها اظهار نظر کنم. اما برای احترام دوستان، من بعضی از پرسش ها رو در حقیقت میخونم آقای دکتر. هر کدوم رو که صلاح دونستید و احساس کردید میشه به اونها پاسخی داد بفرمایید. گفتن که مرز میان زبان فارسی با زبانهای قومی برای هوشنگ ابتهاج تا کجا بود و آیا اشارهی به این موضوع داشته، حالا ممکنه در مطالعات خودتون یا در صحبتهایی که با ایشون داشتید به این موضوع پرداخته باشه؟ ببین، من یه چیز خیلی ساده به شما میگم، بدیهی دیگه، آلمان مختلف زبانهای مختلف دارن. سایه گیلکیه، سایه همچنان زبان مادری، زبان گیلکیه. شما جلوی سایه یا زبان گیلکی صحبت میکنی، اینقدر اصلا رفتارش فرق میکنه. ببین، اون چی که سایه درش تسلط دارد زبان کلاسیک شعر فارسی است، ولی شما بیا با همین آدم به زبان گیلکی صحبت کن، گل از گلش میشکفه، از یه جور دیگه صحبت میکنه. شما برگردید ببینید که دوستان نزدیک سایه عمدتا گیلکی هست، به چه چیزی حرف میزنن. لذا این، من نمیدونم واقعا پشت این سوال چه چیزی نهفته است، ولی این تصوری که یه دفعه فکر کنن که چون شاعر غزل می‌سراید، چون چون سایه امتداد سنت شعری فارسی است، توجه به عوام نداره. نه آقا، این حرف بیخودیه. شما که نمیتونی بگی آقا جان من چون شعر فارسی میکنم، چون شعر فارسی میفهمم، دیگه به گیلکی و نمیدونم لوری و نمیدونم آذری و نمیدونم بلوچی و نمیدونم عربی و این حرفا اعتنایی نمیدونم. میشه شما این کارو بکنی؟ اصلا بلاهته، اصلا شدنی نیست. لذا مرز در همون حدی که شما زبان میشناسی.
اگه شما زبانی بلدی، هر چی شما بیشتر زبان بدانی، چه قومی باشه چه نمیدونم زبان ملی باشه، چه زبان کلانتر فرهنگ، زبانی که در طول تاریخ به نام تصادف‌های جغرافیایی غلبه پیدا کرده یا تاریخی غلبه پیدا کرده، زبان زبان دیگه، هر کدومش بازتاب یه حسی است، که عاطفه است که شما ممکنه در یه زبان دیگری پیدا نکنید. ببینید من یه مثال برای شما بزنم شاید کمک کنه به ماجرا. توی این 3-4 سال گذشته بارها این سوال از من پرسیده که ببین دانش بپرسد این دوستات که زبانهای مثلا فرانسوی میدونن یا مثلا در انگلیسی، میگه ما یه چیزی داریم توی شعر فارسی، میگه دلا ای دل، خودت داری با خودت حرف میزنی، این معادل داره تو فارسی تو زبان انگلیسی. و من هرچی تو ذهنم جستجو میکنم میبینم نیست. یه انگلیسی خودش نمیاد با خودش حرف بزنه، یه فرانسوی خودش نمیخواد با خودش حرف بزنه. این ای دل که تو شعر حافظ میبینی، تو شعر سعدی میبینی، تو شعر سایه میبینی، یه چیزی که انگار قوم ایرانی کشف کرده، منتها مربوط به این زبانه. هر زبانی یه ویژگی‌هایی داره که چیزای اختصاصی ویژه خودشو داره، ممکنه در هر زبانی یه شکلی باشه، زبانه قومی هم از همین جنسن. خلاصه زبان مادری سایه زبان گیلکی است، به خاطر که این آدم با این زبان با مادرش گفتگو می‌کرده و با این زبان حرف می‌زده. شما ببینید بپرسید از آقای ناصر مسعودی خواننده که رفیق سایه بود و عمرش دراز باد، که این موقعی که با سایه حرف می‌زد به چه زبانی صحبت می‌کرد؟ به زبان گیلکی صحبت می‌کرد دیگه. بله. یکی دیگه از دوستان پرسیدن که ضیاء موحد با اشاره به اینکه در زمان حیات سایه دربار او اغراق شده، میگوید که او غزل‌های حافظ و سعدی را تقلید کرده و حتی به اندازه سیمین بهبهانی یا رهی معیری هم غزل سرای خوبی نیست. با ذکر این توضیح، خب طبیعتاً اساتید دیگه‌ای مثل استاد شفیع کدکنی نظرات متفاوتی داشتن. آقای دکتر، شما اگر نظری در مورد این نکته‌ای که دوستمون فرمودن دارید بفرمایید. یه جواب خیلی 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 ساده داره این چیز. اولا که آدمای مختلف حق دارن هر نظری که میخوان درباره شعر باشه، یا از شعر خوشت میاد یا بد میاد. این شعر چیزی نیست که شما شعر مثل نمیدونم تئوری فیزیک و ریاضی نیست که شما بگی آقا این تئوری باطل است، این تئوری جواب نمیده. مثل اندازه‌گیری میزان جاذبه زمین نیست که بگی آقا آقای فلانی عدد جاذبه زمین رو اشتباه محاسبه کرده. از این جنس نیست که شعر. اصلا یه فضایی است که به حسن قبح مربوط است. به قول دکتر شفیعی، شما شعر چجوری داوری میکنی، عرضه میکنی بر مردم، ببینی خوششون میاد یا بعدشون میاد. یه میلیون نفر فکر کن از یه شعر خوششون میاد، خب شما برو بگو آقا اصلا این شعر چرنده، این مهمه، شما بی خود میکنید از خوشتون میاد. خب باشه، بگو بی خود میکنید. با گفتن من شما که درست نمیشه که. مهم نیست که آقای دکتر شفیعی تایید کند یا تکذیب کند، مهم نیست که آقای دکتر موحد تایید کنند یا تکذیب کنند. 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، 1000 سال دیگه، این شعر اگر بماند، که من باور دارم اگر زبان فارسی همچنان در مرزهای جغرافیایی ایران سر جای خودش بماند، این شعر هم خواهد ماند. ما شما میتونید داوری کنید، منتها فعلا که هست. حالا شما اگه بگو آقا این شعر بدیه، این شعر خوبیه، شما گاز فلان از آقای ابتهاج خوشت نمیاد به خاطر رفیقاش که توده‌ای بودن، چپ بودن، به خاطر نمیدونم مرتضی کیوان، به خاطر بهازین، به خاطر شاملو، به خاطر چه میدونم احسان طبری یا کیانوری یا هر کس دیگه‌ای که رفیقش بوده، شما از این آقا بدت بیاد اشکال نداره، بدت بیاد، ولی شما با کارش که نمیتونی، که با شعرش که نمیتونی مقابله کنی. حسرت چه میبری؟ سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داده. حالا شما بیا بگو آقا نه کسی شعر نمیخونه، زمانه جواب خواهد داد. اینی من نمیتونم جواب بدم، من نمیتونم بگم آقای موحد درست میگه یا غلط میگه. شما فرض کنید من گفتم آقای موحد و آقای مرحوم بعد چه حرفی زده، اگه 50 سال دیگه 100 سال دیگه شعر سایمون، هم من رسوا شدم هم آقای موحد. اگه من بیام بگم نه آقا آقای موحد اشتباه میکنم، آقا فردا اگه 10 سال دیگه شعر سایه از راه بره، خب من رسوا میشم. من نمیتونم همچین با قاطعیت درباره روان و ضمیر و رفتار میلیون ها انسانی که یه شعری رو میخوانن و میپسندن حرف بزنن. به نظر من یه استبداد حیرت آوری نهفته است در اینی که یک کسی بشینه تو خونه و تصمیم بگیره در برابر دریافت زیبایی شناختی یه انسان. این استبداد من که خودم داره، خودکامگی همینه دیگه. من که نمیتونم بگم آقای فلانی شما حق نداری از چهره سایه خوشت بیاد، خب خوشش میاد. من که نمیتونم حق نکنم شعر سایه رو به یک کسی، نمیتونم شعر سایه رو از کسی بگیرم، یکی خوشش میاد یکی بعدش میاد بکنم. صحبت مرایی دکتر، من یه سوال هم از خدمتون بپرسم. چرا شخصیت‌های تاریخی ما و سرمایه‌های انسانی ما
اینطور دو قطبی‌های شدیدی حولشون شکل میگیره، در حالی که واقعا هر کدوم از اونها مثل تخت جمشید، مثل میدان نقش جهان، مثل سی و سپل که اونها سرمایه های فرهنگی و تاریخی ما هستن، اینها سرمایه های انسانی هستن، به ویژه در تاریخ ایران معاصر ما اینچنین با سرمایه های انسانیمون در حقیقت برخورد میکنیم و حول و حوششون دو قطبی های ویرانگری شکل میگیره که به نظرم همونطور که شما در ابتدای صحبتتون بود و با ارجاع به اشعار سایه هم به اون اشاره کردید، برنده این بازی در نهایت هیچ کدوم از طرفین نیستن. چرا نمیتونیم مزایا و پتانسیل های بسیار مثبت سرمایه های انسانی خودمون رو ببینیم، اون رو حفظ بکنیم و بعضی مواقع تلاش میکنیم اون سرمایه هایی که به هر حال در جهان یا در ایران مایه افتخار فرهنگ ایرانن، علارغم همه نقد هایی که ممکنه براشون وجود داشته باشه، با اونها به گونه یک سرمایه انسانی ارزشمند برخورد کنیم. آقای دکتر، چون بحث حکومت هام نیست، ظاهرا این مسئله در درون جامعه ایرانه که حول شخصیت های مختلف از مرحوم دکتر مصدق بگیریم تا افراد دیگه‌ای که وجود داشتن تا امروز خود سایه در حقیقت کانون بعضی از این دو قطبی ها شدن. ببینید این سال سال سختی است، یعنی واقعا من اگه به شما بگم بله این علتش اینه، ما فلان مشکل داریم، ما ایرانی ها چنینیم چنانیم، ما خوبیم ما بدیم، ما نمیدونم استبداد پروریم، ما نمیدونم نادانیم، یا نمیدونم خیلی دانشوریم، خیلی داناییم، هر کدوم از این داوری ها اغراق آمیزه. یعنی من اگه بیام بزنم تو سر ایران و ایرانی از دادی انصاف خارج شد، اگر بیام این ایران و ایرانی رو چنان اغراق‌آمیز بزرگ کنم بگم آقا اصلا این سقف فلک شکافته ما ایرانی ازش افتادیم پایین، بازم اغراق‌آمیزه. در نتیجه من فکر میکنم که پیش از این که بگیم آقا ما مردم چرا اینجوری، من میتونم به شما بگم که من داریوش محمدپور در زندگی این فلان اشتباهات کردم، خب به گذشته که نگاه میکنم بهتر فلان کار نمیکردم یا فلان حرف نمیزدم یا فلان چیزی نمینوشتم. و این نقطه شروع تغییره که آدمی ملتفت باشد و آگاه باشد به اشتباهاتش و سعی کنه اشتباهات گذشتهش رو تکرار نکنه. این یه نکته. نکته دیگر اینه که وضعیت ایران رو یه خورده باید به فاصله نگاه کرد. ایران از حیث جغرافیایی در این منطقه واقعه که کانون دعواست، قرنها کانون دعوا بوده، دفعه ربطی به این حکومت و اون حکومت هم نداره، همیشه سرش دعوا بود، از قبل مغول بگیر تا همین الان، به دلایل مختلف فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی، و خب تمام میکنن درش دیگه، وضعش بد میشه، مردم یه عده ای از آدم ها هم نادانی میکنن و اینجوری نیست که ما چون ایرانیم دیگه ما مسئولیم از حماقت یا از جهالت یا از استکبار یا از خودخواهی یا از خودکامگی. نه، خودکامه بین ایرانی هم رشد میکنه، بین غیر ایرانی هم در میاد. یعنی این تصور که آقا ایرانی‌ها یه چیز خاصی دارن که یا خیلی خوبشون میکنه یا خیلی بدشون میکنه، خودش یه نگاه استکباری و استعماری است. ایرانی ها مثل بقیه آدم های کره زمین هم همونجوری که اینا اشتباه میکنن اونا هم اشتباه میکنن، ولی ایرانی ها میتونن کارشون بهتر کنن، البته که میتونن بهتر کنن، ما خیلی اشتباه کردیم، میتونیم درس بگیریم از این اشتباهات. این اشتباهات رو نخبگان ما میکنن و گاهی اوقات مردم عادی ما میکنن، ولی اگه شما از سایه بپرسی شاید سایه میگه که این عموم مردم ایران مردم نجیبی هستن. مردم ایران انقدر نجیبن که مرتب در دورهای مختلف به این حاکمان سیاسیشون فرصت میدن، موقعیت میدن، کنار میان باشون، هی بهشون میگن آقا بی اینجوری رفتار کن، تو خدا تو سر ما نزن، ما که با تو کنار میایم، چرا میای حقوق ما رو ضایع میکنی، چرا زن ما رو، چرا کارگر ما رو، چرا نمیدونم معلم ما رو داری تحقیر میکنی، چرا با تو سر اینا بزنی، ما که با تو دعوایی نداریم، تو کار خودتو بکن، راه خودتو برو، ما هم راه خودمون، بزن نفس بکشی، چرا راه نفس کشیدن ما رو میبندی. این مردم این نجابت رو دارن، نخبگان ما گاهی اشتباه میکنن و من فکر میکنم این تصور عمدتاً از سوی نخبگان سیاسی چپ، راست، اپوزیسیون، غیر اپوزیسیون همیشه رخ میده که اینا چون فکر میکنن علوم عالم در اختیار دارن، دعوای اولین و آخرین حل و فصل کردن و میفهمن که فردا چی میشه، نسخه دارن، راه حل دارن که آقا باید چنین شود، اگر چنین نشود چنان میشود، و در نتیجه فکر میکنم مشکل گشای تمام علوم اتفاقات عالم هست. و خب اینا مردم رو به کج و راست میدارن دیگه. این مردم هستن که زمانی که میان جلو، زمانی که در صف مقدم واقع میشن و اینو با نمایش نمیشه نشون داد، شما نمیتونی بری تدارک راه پیمایی و نمیدونم تظاهرات اینا ببینی بگه آقا ما مردم را مردم اومدن رأیشون اعلام کرد، نه آقا شون اینا احتیاج به گفته و خواسته شما ندارن، به شیوه مستقیم، غیر مستقیم، رسمی، غیر رسمی میتوانند ارادهشون رو نشون بدن از هر طیف و طبقه. ولی
بله ما خیلی چیزا از دست دادیم، سرمایه‌مون رو باد رفته، هزار بلا سرمون اومده، از بیرون تحریم شدیم، از درون گرفتار جهالت شدیم، از درون گرفتار خودخواهی شدیم، گرفتار تزویر شدیم، گرفتار ریا شدیم، گرفتار هزار یک مسئله و درد بی درمان شدیم. ولی امیدی نداریم با آینده. چرا داریم آقا؟ اتفاقا امید مال همون جایی که اینقدر بدبختیم. اون کسی که همه چیز در اختیارشه که امید به چه کارش میخوره؟ شما نمیتونی بگی آقا من تمام نعمات دنیا و عقبا در اختیارم، هنوز امیدوارم بشه. به چی امیدواری شما؟ امید مال ماست. امید مال ماست که امید داریم ببینیم که آقا یه روزی از این ذلت، از این بدبختی، از این خفت، از این استیصال رهایی پیدا کنیم، که سرمون نندازیم پایین که بگیم آقا عدو چو تیغ کشد من سپر بیاندازم. یعنی چی عدو چو تیغ کشد من سپر بیاندازم؟ عدو جرأت نباید بکنه جلوی من شما تیغ بکشه. عدو نباید جرأت کنه به من شما نگاه چپ بکنه. چرا باید این اتفاق بیفته؟ شما تو خونه خودتی نباید اجازه بدی کسی از بیرون بیاد خونه شما رو تصرف و چپاول کنه. نباید هم اجازه بدی کسی در درون خونه اهل این خانواده رو آزار بده، اهل این خانواده رو به ذلت بکشونه. این یعنی ایرانی دیگه. ایران یعنی همین. ایران یعنی همین پایداری. یعنی که بیستی و عزت خودت رو حفظ کنی. سپاسگزارم آقای دکتر. و یه پرسش نهایی، اطلاع دارید که پیکر سایه به ایران منتقل میشه و یا آثاری که از ایشون منتشر نشده حق انتشار اونها رو آیا سایه به خانواده واگذار کرده؟ آیا منتشر میشه یا اینکه خیر؟ ببینید این سوالها رو من نمیتونم جواب بدم به خاطر که من مرجع حقوقی این سوالها نیستم. هوشنگ ابتهاج 4 فرزند داره و این 4 فرزند هستن، 2 دختر داره، 2 پسر داره، یلداز، کیوان، کاوس و آسیاس، و اینها کسانی هستن که در نهایت تعیین کننده اینن که سایه آثارش چی میشه، کجا نمیدونم دفن میشه یا دفن نمیشه. اینا به خودشون مربوطه. اینو من شما نمیتونیم تعیین کنیم که کجا میرود کجا نمیرود. یعنی واقعا یه تصمیمی است که خود خانواده میگیرن. در شما من به شما میتونم بگم که سایه چنین گفت یا چنان گفت، ولی به میل سایه باشه یا خلاف میل سایه باشه، اون در نهایت خود خانواده تصمیم میگیره. ما خوشمون بیاد یا ما خوشمون نیاد، من میتونم یه نظری داشته باشم ولی خانواده تصمیمش رو خواهد گرفت. این از اختیار ما خارجه. ولی اینی که شما بگید آقا ما نظری داریم، شما میتونید به یکی بگید از من یه نظری بخواد، من به شما یه چیزی بگم. شما سراغ یه بچه سایه برید، اون به شما یه چیزی بگه. سراغ یه بچه دیگه سایه برید، اون به شما یه چیزی دیگه بگه. که این اختلافات هم طبیعیه، در هر خانواده ممکنه پیش بیاد. عرض بنده اینه که من فکر میکنم که این ماجرا رو باید واگذار کرد به زمان و دید که خود خانواده چه تصمیمی میگیرن. دفعه اول و دفعه آخر هم نیست که این چیزا در عالم اتفاق افتاده و این ماجرا پیش اومده و جلوی دهان مردم هم نمیشه گرفت. مردم حرفشون میزنن، مردم کار خودشون رو خواهند کرد. آن چی که برای ما مهم است این نیست که تن سایه کجا به خاک میپیوندن. آن چی که مهم است اینه که نام سایه، شعر سایه، اندیشه سایه، انسان بودن سایه، غمخواری سایه برای رنج انسان، برای آزادی انسان، برای رهایی انسان، اون چیزیست که در جان ما جاری است. و این است که مهمه. مهمی نیست که شما در آلمان یا در ایران یا در هر شهر دیگری در دنیا برای سایه مقبره درست کنی، بخاطر اینکه این درد ما در تمام این سایه. شما سوالتون سوال قبلی شما سوال به جایی بود که ما با این سرمایه‌هامون چیکار می‌کنیم؟ با این سرمایه‌هامون می‌ریم براشون مقبره درست می‌کنیم. می‌ریم براشون دستگل می‌ذاریم رو قبرشون. تا موقعی که زنده است نابودش می‌کنیم. این همون شعری که سایه داره دیگه. امروز عزیز همه عالم شدی، اما ای یوسف من حال تو در چاه ندیدند. تمام این روزهایی که در طول زندگیش تو سر سایه می‌زدن، در دوره حیاتش بهش پرخاش می‌کردن، افترا بهش می‌بستن، ناسزا بهش می‌گفتن، و تازه هنوز تن سایه تا صرف نشده، انواع اقسام هم داره بدارن به سایه میکنن و میدون رو باز میدن برای اینکه ملکوب کنن چهره سایه رو. این یعنی که نمیتونن تحملش کنن. بالاخره به نظر من این صحبت ها رو باید رها کرد، چون خیلی از این صحبت ها آید نمیشود و مسئله داخل خانواده مسئله داخل خانواده است. آنچه که برای ما مهمه و برای ما اهمیت دارد این است که سایه میمانند. حالا اگر ناروایی اتفاق میفته، اگر ظلمی اتفاق میفته، اگر حق ناحق میشه، اینقدر باید اطمینان داشته باشیم که این حق یه جای آشکار میشه. خورشید هیچ وقت پشت ابر نمیماند. به قول مولوی، روزی دو باغ طاغیان گر سبز بینی غم مخور، چون بیخهای اصلشان از راه پنهان بشکنند. این چیزیست که زمانه نشون داده. شما نمیتونید به کسی دروغ بگید.
و سایه هم با شعرش، با مجموع روابطش، با تمام زندگیش همچنان باقی خواهد ماند. سپاسگزارم آقای دکتر که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، دعوت ما رو پذیرفتید و از صحبتاتون خیلی استفاده کردیم. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و ممنون که در خدمتتون بودیم. از همه دوستانی هم که ما رو چند ساعت همراهی کردن سپاسگزارم. تشکر. شب شما بخیر. خدا نگهدار.